بچه ها سلام، صبح تون به خیر. من صدا رو یه لحظه تست کنم، یه چند تا چیزی که راجع به صدا من باید تست کنم. صدای من الان چطوره؟ از 1 تا 10 یه نمره به صدای من بخواییم بدین. از 1 تا 10، از 0 تا 10 یه نمره به صدای من بدین که شروع کنیم. من دارم با دیوایس های جدید دارم صدا رو رکورد میکنم. صدا می... نه صدا نسبت به قبل چجوریه؟ از 0 تا 10. 9 9 شب 10 10. اوکی، پس صدا خوبه. یه لحظه پس من چیزم بیارم بالا، یه بار اینو ریست کنم به لحظه چیز بیارم بالا. فقط اونم که صدای یه لحظه بذاریم من اول تست کنم با چیز، با محمد، بعد ببینم که اگه هست. آها بزنین یه لحظه من تست کنم بعد چون اصلا همینو بریم. الو 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 بذارین محمدم بیارمش بالا. امروز قسمت دوم لایوی که خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود و دوباره این باگای اینستاگرام، این دفعه یکم تخصصی تر میشیم وارد این که اصلا دانشگاه آدم باید بره یا نره، کجا باید یاد بگیره، پی‌اچ‌دی باید بخونه یا نه، بعد استاد شدن نسبت به محمد. اگه هستین یه ریکوست بدین که من بتونم بیارمتون بالا، چون این چیزه اصلا خیلی این پرادکت باگاش ناجور شده. من چند بار که دارم اکسپت میکنم. سیب نه نمیشه دیگه مثل همیشه. الان اومدین، خوب هستین؟ سلام، صدای من میاد؟ آره الان صدا فکر کنم امروز خیلی خوب شد. صدای شما که خیلی خوبه برای من. اگر چیز نداره، اکو نداره انشالله. نه نه امروز اصلا خیلی بهتر شد. قبلا یه صدای حالت انگار مثلا چیز داشت روش، نمیدونم جیغی مثلا، انگار که این چیزه نمیدونم هرچی استفاده میکردین صدا رو اون صداش من هم همین احساس خوبی نداشتم مثلا اون صداش، چون از این چیزه استفاده کردم این نوع جلو صدا رو دید میکرد. خیلی سنس ترجیح میدادم که همین جوری باشه، اینجوری خیلی بهتر بود صدا. سنسیتیو بود. چه خبر؟ شکر خدا. شما چیکار میکنین؟ استاک رفت پایین و استاک فیسبوک رفت پایین. من کلا ساعت 3 عصر تا 4 در تلاش بودم گفتم بفروشم، گفتم نصفشو بفروشم، بعد آخرش گفتم دیگه 20% که بیشتر، گفتم مثلا 10% رفت پایین دست اوکی مثلا. گفت چون آخر این کار تکس و اینا خیلی ایمپلیکیشنش خیلی زیاده دیگه، گفتم اونقدر که نمیره پایین، گفتم بذار نگه داریم ببینیم چی میشه. بعد دیدم نه مسکل میشه. من انتظار داشتم که مثلا یه اتفاق نه این کوارتر، ولی میدونستم که یه جایی توی این سال قراره این یه سه ترند مثلا بزرگ بود که انتظارشم هرت کنه دیگه. یه چیز ناتورالیه دیگه، بالاخره اینا که هستن اینا خیلیاشون تعداد یوزرهاشون به خاطر اینکه ورک فرام هوم بود زیاد شد. یه جوری هم که بالاخره اینفینیتی نیست، بعد از یه مدت یه جایی بعد کم بشه یا استاپ بشه، بالاخره آدما برن سر کار، احتمالاً یه جایی این منحنی بالاخره میشکنه. حالا یعنی از فیسبوک من خیلی چیزا دیدم در مورد فیسبوک، یعنی کمپانیایی که فیسبوک حالا بچه‌ها یعنی دانشجوام هستن توش، ولی خب خودم توش نبودم، ولی خب اونم جالبه برای چیزش. حالا میتونیم در موردش اونم صحبت کنیم در مورد کمپانی دیگه. یکم بچه‌ها میگن که فقط اگه شما یکم به چه عقب‌تر یکم فاصله الان خیلی خوب یکم هم آره خودتون میبینید دیگه الان یه ذره پایینی نه یه ذره اگه سرده یکم بیاد آره یه جوری که وسط صفحه باشی فکر کنم همه س... آها الان خیلی عالی شد. یکم میگم از اینجایش کنم. خب برای بچه هایی که دفعه پیش نبودن، ما دفعه پیش صحبت کردیم راجع، من گفتم که محمد حبیب حاجی آقایی که از کساییه که توی کامپیوتر ساینس و کامپیوتر ساینس مخصوصا تئوری و الگوریتم
یکی از بیشترین تعداد پیپرها رو تو جورنالای درجه ای جورنالای کنفرانس های درجه یک کدوم حالا یکم این سخته برای کسایی که تو فیلد هستن که تو فیلد ما کنفرانس ها یکم هم چیز سخت‌تر و کامپتیتیو تر از جورنالای رنگ یک به خاطر حالا یه بحثای تایم سنسیتیو بودن و اینا خلاصه داشتن و المپیاد کامپیوتر بودم و شریف سه ساله لیسانس گرفتم بعد یه ساله واترلو مسترز گرفتم و بعد 4 ساله MIT PhD گرفتم و بعدش دانشگاه UMD استاد بودم آمازون مایکروسافت و گوگل کار کردن و خب یکی از کسایی که من همیشه خودم برای جالب بوده که صحبت کنم باهاتون حالا خیلی خوب شد که توی لایو شدیم بحثا خیلی از کسایی که بچهای قدیمی شریف و بچهای دانشگاه آمریکا همه مثلا گفتن که واقعا چقدر جالب شد که این مثلا بحثا پیش اومد و خیلی فکر کنم همه اینوالو شدن یه جوری. حالا امروز میخوایم یکم بحثو بریم بیشتر به اینجا بکشونیم که اصلا من خواهم از برسیم به اینجا که دانشگاه یه لحظه من درست کنم برشتر. من تلویزیونم برای خودش هر وقت دوست داره دوشن میشه. خب میخوام امروز صحبت کنیم که آکادمی نسبت به اینداستری تو دانشگاه کار کردن استاد شدن یا ریسرچر شدن نسبت به کار صنعت کردن نسبت به کمپانیای مثل فیسبوک و گوگل و آمازون اینا کار کردن. قبل اینکه به اینجا برم اصلا به نظر شما تو دنیای الان من بلکه خیلی ساده کنم سه گروه رو میگم، یکی کسایی که میخوان کار کنن و پولدار بشن کار کنن مثلا زندگی خوبی داشته باشن و پولدار بشن، یکی کسایی که مثلا میخوان دانشمند شن و استاد شن و اینا، یکی کسایی که میخوان مثلا آنترپرنور شن و استارتاپ بزنن یا مثلا توی دستای دیگه هم نظر بگیرن، به نظر شما باید برن دانشگاه یا نرن؟ اگه برن تا لیسانس برن، تا مسترز برن، تا پی اچ دی برن یا متفاوته؟ یه لحظه دیگه من شانتی شروع کنم بفهمم. آره دوستان سلام، خیلی ممنون به خاطر کلمات محبت آمیز و حرفای خوبی که زدید، ممنون که تو این لایو هم اومدید و خیلی هم استقبال کردید از اون لایو اولی، حالا تشویق کردید برای لایو دومی، حالا الان هستیم یکم صحبت میکنیم. ممنون از کوشیار که دعوت کردین بالاخره صحبت کنیم در موردش مطالبی که هست. الان باز یه بار دیگه من این تاکید میکنم که این حرفایی که دارم میزنم این الان چیزایی که الان دارم فکر میکنم، امکان داره یه سال دیگه ازم بپرسی یه سری از عقایدم یه سری فکرام فرق کنه، چون اصلا این به نظرم خیلی چیز مهمیه که هر آدمی فکرش رو آپدیت بکنه، اگه اطلاعات جدیدی میگیره بعد آپدیت بکنه، چون نیست که حالا من 10 سال پیش اینو فکر میکردم الانم بعد همینو فکر کنم، یا حتی یه روز پیش فکر میکردم اگه اطلاعات دقیقی دارم میتونه عوض کنه. حالا نمونه خوبش استاک مارکته که حالا ما کوشیاری که هم صحبت میکردیم که آره بالاخره امروز خوبه ولی فردا میبینید به 26% فیسبوک افتاد، حالا امروز میتونیم نظر داشته باشی خیلی استاک خوبیه فرداش میبینی افتاد، هیچ کس هم نمیدونه چی میشه. حالا جالبیه یه چیز استاک مارکت که حالا میتونیم در مورد صحبت کنیم تو آمریکا مخصوصا خیلی. اصلا یه چیز خیلی نگتیوی که من تو جامعه کلا نه تو جامعه ایران تو جامعه آمریکا هم میبینم خیلی به شکل نگاتیو نگاه میکنن که این یارو رو نگاه کن حرفش با حرف پارسالش عوض کرده، یعنی چه خیلی پوزتیویه، آدما عوض میشن، داینامیکه، این فکر اینپوت جدید میگیری آپدیت میکنی دائم، مثلا آدم باهوش آدمیه که دائم در حال آپدیت کردن و عوض کردن حرفاش باشه، یعنی اینکه چیز خیلی برام جالبه که خیلی به شکل نگاتیو نگاه میکنن و این آدم 4 بار نظرش رو عوض کرده. خب درسته، یه چیزی بهت تاکید کنم یه ویژن، حالا بحثی که حالا توی در واقع ویژن آدم، حالا هر کی بخواد تو استارتاپ بزنی یا دانشگاه باشی یا هر چی باشه، من در واقع یه جور رفتم داره به همون سوالی که ورسیدی، یه جور ویژن آدم ها کلا یه ویژنی داره آدم، میتونه اون ویژنه یه مقدار دراز مدت تر باشه، هرچند اون ویژن هم در طی مدت میتونه تغییر بکنه، یعنی جوری نیست که همیشه بعد ویژنه باشه، ولی خب یه سری چیزای کوچیک‌تر، خب آدم اطلاعات بیشتری به دست میاره، اصلا کل ریسرچ اینه، یعنی ما توی ریسرچی که انجام میدیم، حالا مثلا کارهایی که میخوایم در واقع بگیم درسته این الگوریتم خوب کار میکنه این کار انجام میشه یا بعد کلا در واقع ترای میکنیم میگیم این فکر منه، امتحان میکنیم میبینی بعضی وقتا کار کرد میبینی بعضی وقتا کار نکرد، حالا کار نکرده میتونی بگی چرا کار نکرد، یعنی در واقع شاید این در همین کامنتی که دادی در واقع اینجوریه که اگه شما حرفتو عوض میکنید باید همیشه به نظرم چیز خوبیه که
دلایل معقولی داشته باشی. چرا قبلا این عقیده رو داشتی و حالا چرا الان این عقیده رو داشتی؟ چه اطلاعات چیزی به دست اومده؟ حالا شاید کسی هم نپرسه، ولی آدم باید خودش اینو داشته باشه که من بر اساس چه اطلاعاتی اینو در بردم. در واقع هم بعد این کلمات فارسی و انگلیسی هم قاطی میشه. یا این در واقع میگم از لانگ از که این چیزی که داری میذاری بر اساس اطلاعات متقنی باشه، بدونی که واقعا این اطلاعات درست چیزه و اطلاعات رو آپدیت کنی و بتونی برای خودت جاستیفای کنی. حالا امکان داره کسی هم ازت نپرسه، ولی اصلا برای خودش میتونه بگه آقا چرا من عوض کردم. اینجوری نبوده که دیروز رندوم اینو بگم حالا فردا رندوم اینو بگم. یه سری دلایلی داشتم، یه سری بالاخره شهود دیدم، بر اساس شهودا عوض کردم. آره ویژنای آدم میتونه درازمدت‌تر باشه، ولی خب این چیزیه که میتونه عوض بشه و نباید از نظر من چیز منفی توش نگاه کنی. بعد سعی کنی بهترین چیزو به دست بیاری. خب هر دفعه هم فکر می‌کنی یه اطلاعاتی داری، به نظرم بعد این اطلاعاتو خوب فکر کنی. یعنی اینجوری هم نباشه که حالا جو مارکت بگیره. مثلا یه نمونه جالبش توی استاک مارکت هم اینه که مثلا من حالا این مدتی در مورد اون صحبت می‌کنم، من تقریباً 2 سال خورده‌ای دارم دیتا ریدم می‌کنم و این مهمه که مثلا خب می‌بینی امروز استاک افتاد، لزومی نداره که استاک امکانی رو الان مردم نظرشون این باشه که بعد میفته، ولی می‌بینی همین مثلا 2 ماه دیگه از دوباره برگشت. اصلا من یه تریدر خوب، یعنی تقریبا همیشه داره برخلاف جریان افکار عمومی حرکت میکنه. افکار عمومی حالا چند تا جمله در مورد این تریدر هست، فقط یه دونهشو میگم. از وارن بافت خیلی جالبه که در واقع میگه استاک مارکت، حالا خودم واقعا این چیز مهمی بود دیگه، حالا تو استاک مارکت تمرین صبر آدم میتونه انجام بده و این چیزیه که در واقع وارن بافت گفته. جمله چیزش ولی میگفت استاک مارکت برای آدم های این پیشنت نیست. یعنی شما بیاید این پیشنت باشید و توقع داری که من برم سری بگیرم ضرر میکنه توی استاک مارکت. باید بذاری یه مدتی ویژنی داشته باشه. یعنی ویژنی داره، آره اون ویژن امکان داره عرض بشه. اینه ما خیلی اینقدر حرفای چیز داریم هی میپریم بس از نخواهم به ولی راجع به استاک نگیم که بیسیکلی اصلا کل به نظر من ایده استاک مارکت اینه که میگن بای لو سل های. خب خیلی ساده است اینا، پایین وقتی قیمت پایینه بخر، قیمت بالا بخر. نکتهش اینه که چه وقتی قیمت پایینه، قیمت وقتی پایینه که افکار عمومی بر علیه اون شده. یعنی شما دارین همه دارن جیغ میزنن که این آشغاله. خب یعنی اونجاست که شما بعد به خودت با جمعیت و قیمت چه وقتی بالاست، جایی که همه دارن میگن این خوبه. یعنی اصلش اینه که شما با کل یه جمعیت خیلی زیادی بتونین قدرت. حالا میخوام که برگردیم به بحث چیز اگه برگردیم به بحث من پوینتر رو چیز میگم، چون ما انقدر ما خودمونم که حرف میزنیم انقدر میپریم از این شاخه. من اینا رو اد میکنم به عنوان پوینتر که آخرش صحبت کنیم. بحث این اصلا این سوال که شما باید آدم های مختلف برن دانش، اصلا به نظرتون آیا همه باید برن دانشگاه بعد مثلا لیسانس بگیرن مسترز پی اچ دی چیکار کنن؟ حالا این سوال خیلی خوبیه. جوابشو منم نمیدونم راستش بخواید. منم بخوام یه چیزی رو بگم که حتما این چیزی که با خود منم خیلی تو خودم، یعنی چند تا کار رو همیشه انجام دادم. در واقع 3 تا کار اصلی که در یه جوری گفتید یه خلاصش بکنم. یکی که خب تو دانشگاه هستی، یعنی کار آکادمیک انجام میگه ریسرچ. یکی این که دیگه تو شرکت‌های بزرگ هستی، چه تو یه فرق مهمی تو شرکت‌های بزرگ حالا البا صحبت می‌کنیم در موردش. دیگه این شرکت‌های بزرگ معمولا خیلی پول خوبی میدن. حالا این فنگا پلاس مایکروسافت یا حالا اون فنگم نتفلیکس یا حالا آمازون اپل و فیسبوک، اینا معمولا حقوقاشون خیلی بالاست. اینم یه آپشنه بالاخره آدم در نظر میگیره. و یه آپشن دیگه هم هست که خب برای میری استارتاپ میزنی. استارتاپ خب هر کدومشون هم یه خوبیایی دارن یه بدیایی دارن، ولی بعدی نه یه چیزایی که خیلی اپتیمال نیستن. بعد تصمیمش واقعا یه چیزیه که آدم من نمیتونم بگم راحت مثلا به طرف بگم شما باید این کار رو انجام بدید. اصلا به نظرم اشتباه. باید خودش همه رو سعی کنه ترای بکنه ببینه چه چیزی رو بهتر براش کار میکنه. ولی یه حرفی که پیتر تیل من ازش خیلی شنیدم و خودم چیز کردم اینه که آدم مثلا تصمیم مثلا میخوام بریم نهار بخوریم، مثلا 20 دقیقه فکر میکنیم که من نهار مثلا اینو بخورم یا اونو بخورم. ولی برای دانشگاه رفتن که تصمیم خیلی خیلی بزرگ زندگی آدم ها شاید بیشترشون یک دقیقه هم فکر نمی کنند آیا اصلا من باید برم دانشگاه یا نرم. تقریبا جو که جامعه میگه بریم دانشگاه الان بریم لیسانس بگیم، لیسانس تموم شد بریم فوق بگیم، فوق تموم شد بریم کشیم. کلن شما اگه برگردین اولا که چقدر فکر می‌کنید کار این چقدر فکر می‌کنید می‌تونید همه این چیزا مثلا قسمت انجینیرینگ رو یاد بگیریم بدون اینکه اصلا کلا دانشگاه بریم؟ آره یه چیز جالب مثلا این در واقع اصل این سه تا فرق این سه تا یه جورایی به بر اساس ریسکیه که انجام میدی و در واقع حالا اواردی یا پرایسیه که در واقع به دست میاری.
این در واقع کل ماجرا است. حالا بخوایم سادهش کنیم تو هر کدوم اینا رو میشه مثلا دردش گفت. حالا یکم بگیم مثلا توی آکادمی ها چه اتفاقی میفته. بذارید مثلا توی شرکت های بزرگ بزن چون کاملا راحت تر میشه. شرکت های بزرگ به معنی کار ریلایبلی داره، شرکت بزرگیه. حالا اگه استاکت خیلی نیفته فیسبوک باشی مثلا استاکت خیلی نمیتونی نشه، معمولا حقوق خوبی میگیری، جای ریلایبلی هم هست. بالاخره شرکت های بزرگ اینا پول زیاد دارن توشون، معمولا آدم ها خیلی ریلکس دارن، پول خوبی هم میگیری، بالاخره زندگی خوبی هم. یه دیگه هست تو ما اگر بگی خب ولی اگه به فکر پول باشی، میخوای واقعا خیلی پولدار بشی، روش استارتاپ زدن. ولی خب استارتاپ زدن هم احتمال مثلا 90 خورده استارتاپ فیل میکنه. خب من خیلی آدمای زیادی دیدم که مثلا طرف با چند نفر صحبت کردم میگه من مثلا 8 ساله 7 ساله 5 ساله استارتاپ داشتم، تو این مدت عملا سر به سر شدم یا خیلی چیزی نکردم، مگر این 5 ساله توی یکی از این شرکت‌های بزرگی بودم کلی پول بیشتری در میآوردم. یعنی شاید اکسپکتیشنش حتی کمتر باشه تو این چند سالی که داری کار میکنی، ولی خب یه احتمالی داره که یه دفعه بگیر و خیلی پولدار بشی. مثلا آدم پولدار شدن معمولا میگن تو شرکت‌های بزرگ کار کنی خیلی پولدار نمیشی، یعنی پولدار میشی در حد معقول زندگی هست، ولی یه بیلیونر نمیشی احتمالاً، یا 100 میلیونر نمیشی. این برای اینه. حالا برای آکادمی، آکادمی ها یه چیز فرقی که با اینا داره، خب پولش از دو تا اینا نمیدونم، از استارتاپ شاید با اون مقابل مقایسه باشه این اکسپکتیشن، شاید واقعا یکیشو نشه گفت خیلی بیشتر از اون یکی در میاد، ولی قطعا از شرکت های بزرگ خیلی کمتره. یعنی مثلا با یه فاکتور حداقل مثلا 4 برابر شما پول بیشتری میتونید توی آکادمی توی چیز بگیرید، میتونه حتی تا 8 برابر هم بشه این اتفاق بیفته. یعنی هستن آدمایی که هستن میشناسن میشون که اینجوری هستن، برای از پولی فرق. ولی یه نکته ای که شما تو آکادمی ها به دست میارید، باز اونم بعد آکادمی ها کار زیادی لازم داره و خیلی هم کامپتیتیوه. مثلا میبینید ما کلی داریم دانشجو گریجوییت میکنیم، حالا تو ML، توی الگوریتم، توی کامپیوتر ساینس به صورت کلی. خب یه تعداد کمی از اینا تو دانشگاه خیلی خوب میتونن برن طبیعتاً. تو معمولا استادایی هم که هستن دیگه، حالا خیلی بعضی الان مثلا حالا میرن یه مقدار توی آکادمی یه توی اینداستری، ولی اکثرا باز هستن. خب 50 سال طرف مثلا الان ما یه استاد داریم مثلا 50 سال پرلند استاده، خب بنابراین جا خیلی خالی نمیشه که مثلا آدم های جایتر، حالا یه احتمالی داره چیز بشه ولی برن مثلا حالا توی اینداستری اینا، ولی کلا چیز کامپتیتیو همه هم نمیتونن برن، کارم خیلی زیاد میبره. ولی یه نکته ای که وجود داره تو آکادمی ها، بحث تنیور، در واقع بحث اینی که شما تنیورتون رو باید بگیرید، حتی تنیور یعنی از اسیستنت بشی اسوسییت معمولا اکثر جاها، بعد حتی اونم کافی نیست، معمولا از اسوسییت بعد فول پروفسور بشید. بعد اون اگر فول پروفسور بشید یه آزادی دارید تو اینجا که اینو توی اینداستری ندارید همچین چیزی. یه جورایی شاید با مثلا استارتاپ قابل مقایسه باشه از این لحاظ، بالاخره تو استارتاپ هم اگر شما استارتاپ شماست شما میتونید دیساید کنید چه کاری انجام میدید، ولی خب اونم خیلی اینجوری نیست، بالاخره اونجا اینوستر دارید، باید پول در بیاری، باید روش کنید، خیلی محدود میشه کاراتون. توی آکادمی خوبی چونه که شما یه پولی دارید، یه پول معقولیه، بالاخره یه چیز خیلی مهمی هم از الان یعنی یه بیمه ای داریم، بیمه تو آمریکا الان نمیدونم کسایی که حالا جای دیگه، چون تو کانادا خیلی بیمه مسئله اصلی نباشه، تو آمریکا خیلی مسئله مهمیه، شما یه بیمه خوبی داشته باشی خیلی چیز مهمیه. توی این یه بیمه خوبی داری، یا حالا یه پول معقولی هم میگیری، میتونی زندگی تو بگذرونی، ولی تو این خاصیت رو چی تو داره که شما اگه یه فکری الان فکر میکنی فکر قشنگه میتونی انجام بدی، بدی قشنگ توش بگردی، بعد ببینی چی میتونی مثلا یه مقاله چیزی میتونی بدی، بعد ببینی اگه کار کرد نکرد میری، یه جورایی در واقع یه استارتاپ ریلایبل تریه. که یه چیزی من دوباره برگردم اون سال اصلی، شما اگه برگردین دوباره آیا میرین PhD بگیرین؟ و حالا یه سوال دیگه که هست، اگر مثلا دانشگاه مثل MIT نمیتونستین برید، مثلا بعد دانشگاه مثلا یکم پایین تر میرفتین، آیا به نظرتون اون 5 ساله مثلا ارزشش رو داشت که بعدن چه از لحاظ لرنینگ چه از لحاظ، من نظرم اینه که اگه میخواین تو کارهای ریسرچ و اینا برین، مثلا میخواین تو کامپیتیشن کامپلکسیتی برین، باید برین، اون زمان رو باید بگذارین. اگه میخواین برین انجینیر بشین و برین تو اینداستری، زمانه تقریبا تلف شده، یعنی خیلی بهتر بود که شما، یعنی اگه یعنی یه آدم 27 ساله 28 ساله که مثلا 4 سال 5 سال تو گوگل کار کرده خیلی خیلی جلوتر از یه آدم 28 ساله که یه PhD مثلا از حتی از MIT داره، از دانشگاه درجه دو که خیلی هست. خیلی حرف درسته. حالا مثلا چیزی که تو همین زمینه که خیلی به این مربوطه، مثلا بعد دانشجوی که میاد مثلا برای PhD، من فرض کنم در واقع اینو فرض میکنم که اومدید PhD، حالا قبلش رو صحبت میکنم، ولی فرض کنید شما برای الان اومدید برای PhD، من مثلا به دانشجوی خودم صحبت میکنم میگم
من حالا خوبیش اینه که دو تاشو تجربه کردم، شاید مثلا بعضی یکیش بودن یا مثلا خیلیشون جای دیگه نبودن. من همه استارتاپ و همون بحث شرکت های بزرگ و دانشگاه رو همه شو تجربهشو دارم تو، چون چیز خوبیه شاید میتونم یه ارائه بدم حداقل از این تجربیاتی که خودم دارم. ولی تو اینجا اینه چیز جالبی که وجود داره اینه که بهشون میگم اگر واقعا شما میخواهید برید کار آکادمی، باید ببینید واقعا آیا چقدر اینجوی میکنید، چقدر دوست داری این کار، اگر لذت میبری از اینکه داری چیز جدیدی به علم اضافه میکنی، این خب بعد آکادمیا باشه، یعنی راه دیگه وجود نداره. ولی اگر واقعا مطمئن نیستی، میخوای مثلا پول برات مهمتره، شغل مهمتره، شاید بهتره پی اچ دی تو خیلی زودتر تموم کنی و بری چیز بری توی اینداستری. این حرف کاملا درسته. مثلا آدمی میبینی الان مثلا 4 ساله 5 ساله از پی اچ دیش میگذره، الان لول 7ه. یعنی مثلا اگر شما فرض کنید فکالتی هم باشید، مثلا اگه فکالتی خوبی باشید مثلا فرض کنید لول 8 بگیرید، احتمال زیاد تازه همون لول 7 بگیرید توی شرکت های بزرگ. معمولا تقریبا با هم دیگه لول 7 تون یه جوره، 7 و 8 شون تقریبا با هم دیگه یه جوره. حالا یه احتمالی داره که مثلا بتونید نمیدونم بالاتر هم بگیرید، ولی خب کمتر میشه احتمالش. یعنی از لحاظ پولی ضرره، یعنی اگر بخواید بیشتر بمونید. و حالا یه نکته ای که هست با این در واقع با این اکونومیکس تودی داریم در واقع صحبت میکنیم، اگه همه دفعه استاکو همه بریزن خب طبیعتا نمیشه این حرفو زد. و ولی خب اگر فرض کنیم که همین با همین سرعت هست، همین قیمتا میمونه، همین سالاریا میمونه، اون وقت میتونیم در موردش این حرفو بزنیم که این حرف درست. حالا بعد اینکه آیا میخوایم پی اچ دی بگیریم یا نه، باز یه چیز دیگه میشه. یعنی همینجوری که گفتم، شما اگه زودتر برید میتونید خیلی زودتر برید جلوتر. ولی یه مشکلی که هست توی اگر مثلا با لیسانس یا فوق لیسانس بچلر و مستر برید، معمولا خیلی رقابت زیاده. یه چیزی که واقعا توی حالا این سوالی که گفتی که من پی اچ دی میگرفتم یا نه، به نظرم باز پی اچ دی میگرفتم، چون یه نکته که خیلی مهمه از دانشگاه‌های آمریکا مخصوصا پی اچ دی داشتن خیلی چیز مهمه. چون دکتر اینه که تو شما وقتی پی اچ دی میگیری اولا توی دیگه رقابت کمتر میشه، خیلی آدمی نیستن که پی اچ دی داشته باشن و بتونن به عنوان ریسرچر در واقع شما بخوان هایرشون کنن. اون چیزای کمتر مثل لیسانس و فوق لیسانس و اینا نه، دانشگاه دیگه هستن، چین هست، هند هست، خیلی جاهای دیگه هستن، خیلی دانشجوهای قوی دارن، مثلا اروپای شرقی هست، اینا خیلی دانشجوهای قوی دارن و طبیعتا با اونا رقابت کردن شاید سخت‌تر بشه. این شرکت‌های بزرگ هم خیلی به کسی در واقع مدیون نیست، حالا هر کاری بتونن سعی میکنن سود خودشونو بیشتر کنن، سودشون هم اگر بتونن هایر کنن هر جای این کارو انجام میدن. بنابراین اینی که بتونید شما رقابت رو کم کنید، و تو دانشگاه آمریکا اگر شما پی اچ دی داشته باشید این خیلی چیز یونیکه، چون معمولا بالاخره حالا خیلی حتی خارج آمریکا این حرف، من حالا توی کانادا حتی برید من بوده، مثلا استادی بوده من با صحبت میکردم، استاد یو بی سی بوده مثلا، بحثی که دیگه چند تا استاد با هم صحبت میکردن، مثلا یکیشون به یکی دیگه میگفت که مثلا پسر مثلا بچت مثلا تو آمریکا به دنیا اومده پاسپورت آمریکایی براش گرفتی یا نگرفتی. یعنی براش اینقدر مهم بود که خب تو کانادا هستی، کانادا خیلی جای خوبیه، یو بی سی هم دانشگاه خیلی خوبیه، یونیورسیتی آف بریتیش کلمبیا، خب چرا داری این کارو میکنی؟ یعنی میدونید این هست که از لحاظ آمریکا بالاخره براشون حالا اول قدرت یا هر چی هست، و در این حال این ماجرا مهمه که دانشگاه آمریکا بالاخره آدمای خیلی قوی توش هستن. شما این تجربه ای که نمیتونی جای دیگه به دست بیاری، بعد این لحاظ تو 20 سال گذشته مقدار زیادی شیفت یا شاید حتی تو 30 سال گذشته، مثلا از دانشگاه ها خب یک کمی اون آدمایی که شاید چیز بودن مثلا بیشتر رفتن به سمت گوگل و فیسبوک و مثلا آمازون و نمیدونم فلان، حالا اونا که تکنیکال تر بودن بیشتر. درسته. یعنی اولا یه چیزی هم که اینا به وجود میارن تو شرکت های بزرگتر، حالا مثلا آمازون شاید یکم فرق کنه با بقیه جان صحبت میکنیم، ولی معمولا تو اینا اگر از دانشگاه خوبی پی اچ دی داشته باشی تو این شرکت های تاپ میتونی بری، و اینا خب پولش بیشتره. معمولا هم چون معمولا اینجوری، حالا تو آکادمی هم همین جوریه، تو اینداستری هم چیزه، شما اگر یه سری آدمه حالا بالاخره نمیدونم کار درست‌تر توی یه جایی باشن، وارد شدن تو اونجا سخت‌تره، چون در واقع باری که اونجا می‌دارن سخت‌تره. بنابراین تو شرکت‌های بزرگتر که قوی‌تره، خب اگر طرف خودش پی اچ دی جای خوبی گرفته باشه، طبیعتاً کسی هم که می‌خواد هایر کنه می‌خواد دانشگاهی تو همون سطح باشه. بنابراین تو اونجا اگر فقط شما بگید من یه مثلا لیسانس دارم، اون براش خیلی چیز جالبی شاید نباشه، یا مثلا خیلی براش اکسایتینگ نباشه، مثلا یه نه الان تجربه کمه مثلا، خیلی حالا حرف رو میتونه خوب بزنی اونجا ولی کار نکنه. درست یکم به خاطر که بحث بره جلو من چیز میکنم دوباره، این خب یک فرق خیلی صحبت کردیم راجع به فرق مثلا مدرک گرفتن و بعد کار کردن بین دانشگاه و آکادمی و استارتاپ و اینا، حالا میخوام یکم بریم دیتیل تر. شما توی خب مثلا المپیاد بودین، بعد توی شریف بودین، بعد ام‌آی‌تی بودین، بعد یو‌ام‌دی بودین، بعد گوگل
آمازون، مایکروسافت و بعد توی چیز یادم رفت اسمش اوورستاک. نه الان اوورستاک هم آره، ولی قبلش هم ایتی‌اندی بودم. مثلا ایتی‌اندی به لفظم دارش جای خیلی خوبی بود توی مثلا تغییر میکنه اینا توی نه چیزی که میخوام بگم که حالا میخوام وارد این ویدیو بحث اصلی امروزمون میخوام باشه، این که به نظر من درست کردن یه کمپانی، یه دانشگاه، یه حتی یه کشور، یه فرهنگ، یه هر چیزی، خیلی مردم روی این کلمه ویژن و ایده خیلی فوکس میکنن. خب مثلا میگن تسلا ایدهش خیلی خوب بوده، ویژن ایلان ماسک خیلی خوب بوده، یا آمازون مثلا خیلی ویژن جف بزوس خیلی، یا مثلا همه آدم ها این اولین چیزی که میگن. در حالی که به نظر من خب این بحث اصلی امروزه، به نظر من یه چیزای مهمتر، یکی کالچر، فرهنگ اون نهاد، اورگانایزیشن، کشور. فرهنگ خیلی مهمه. مثلا تو کمپانی صحبت میکنی فرهنگ، بنابراین فرهنگ یعنی چی؟ و پروسس که مثلا کمپانی مثل آمازون که الان داشته باشه، مثلا من جف بزوس واقعا ایده های بیزنسی و تکنولوژیش خیلی ایده های خیلی معمولی بوده، یعنی شاید اونقدر، ولی پروسس هایی که تو این کمپانی گذاشته، مثلا همین چیزی که مثلا که یه صفحه باید بنویسن مثلا بدن، یا این 13 تا چیزا، انقدر نظر من پروسس ها رو خوب گذاشته بوده که یک اورگانایزیشن، یک مثلا موجود زنده درست کرده که حتی بعد از اوج خودش داره همینجوری به خوبی رشد میکنه و خیلی مثلا پویا دارن. که راجع به این کالچر میخوام صحبت کنم، مخصوصا تو این جاهایی که بودین، یا مثلا یه جای حتی مثل شریف، با اینکه شریف واقعا در و دیوارش همون در و دیوار دانشگاه دیگه بود دیگه، مثلا استادام حالا شاید یه ذره مثلا نمیدونم بهتر بودن یا هر چی و تجهیزات هم همون بود، ولی خب یه چیزی به کالچر وجود، یه فرهنگی وجود داشت که باعث میشد این سیستم بهتر از جای دیگه مثلا کار کنه. چه چیزایی دیدین به عنوان کالچر توی این مثلا جاهایی که بودین؟ میتونم بگم که تمام این جاهای در واقع تاپیک حالا اینداستری که بودم یا دانشگاهی که بوده، تنها چیزی که در واقع باعث پیشرفت میشه رقابت. حالا این یعنی تو تمام اینو دوران، من چند تا فقط یه نمونهشو مثال میزنم. مثلا من تو واترلو بودم. خب واترلو تو کانادا خیلی دانشگاه خوبیه، و همین هم که من داتم. ولی مثلا یه سال بعد یه سال من اومدم تو MIT. من تو واترلو که بودم، خب ساختمونش خیلی قشنگتر و جدیدتر بود. یه دونه لبی که داشون بس الان سر 2000 صحبت میکنن. اگر با دانشجوام صحبت میکردم الان میگم من متولد 2000ام. گفتم الان من دارم در 2000 تعریف میکنم، خیلی الان یه زمان دوریه در واقع، یه جورایی. حالا برای من خیلی دور نباشه. ولی تو اون زمان مثلا اینا یه در واقع مک داشتن، یه سری در واقع کامپیوتر لبایی داشتن که مردم میرفتن روش کار میکردن. و تو این دانشجو مثلا اینا 16 تا لب وحشتناک بزرگ داشتم. وقتی من اومدم تو MIT دیدم همه ساختمان‌ها ایناش که داغون قدیمی بودن، حالا یکم الان بهترش کردم. تو 2001 خیلی داغون بودن. بعد یه دونه در بعد رفتم مثلا تو لبش، اون لبایی که تو واترلو ما دیدم یه دونهشو MIT، یه دونه مثل اون داشت MIT. یعنی خب مثلا میگم مثلا MIT چی داره مثلا الان بالا، بالاخره دانشگاه تاپ دنیاست. یه چیزی که داره رقابت داره، فقط تنها چیزی. من رفته بودم تو IBM همون سال، مثلا رفتم با توی سال اولی که بودم رفتم IBM رو ویزیت می‌کردم. بعد یه سری آدما اونجا بودن، گفتم مثلا MIT چه احساسی داری و اینا. بعد گفتم نه خوبه به نظرم که گفتم اونجا میگن خیلی رقابته، خیلی مثلا چیز. گفتم من خیلی احساس نکردم. اون سال اول بود. بعد یه سال دو سه سال دیگه که بودم کاملا اون رو احساس می‌کردم. یعنی می‌دیدم واقعا هر چی داره اونجا رقابته. توی رفته بودم حتی در این سطح که مثلا CMU خیلی دانشگاه خوبی بودم، مثلا تاپ الان. حالا مثلا من پستای که اونجا بودم اینجوری بود که توی MIT فقط یه نمونه بدم در مورد در واقع کاری که انجام میدم. مثلا من بودم با استادم همون اریک صحبت میکردم، یه کنفرانسی بود شب ساعت 2:30 شب بود، فرداش ددلاین بود، داشتیم تا ساعت 2:30 شب تو در واقع توی MIT تو لب بودیم، داشتیم پیپر رو مینوشتیم. اون زمان که داشتیم میومدیم بیرون، یه دونه استاد دیگه بازونم اسیستنت پروفسور بود، آدم معروف پیوترینگ، اون داشت برمیگشت دانشگاه. گفتیم چیکار کردی؟ گفت الان شما بخوردن بقیه‌شو بشینم کار انجام بدم. خب اینو می‌بینید توی مثلا حتی من تو CMU اینو نمی‌دیدم، یعنی بعد 5 بعد از اون که استادا رو معمولا نمی‌دیدید توی دانشگاه. تمام اینا چیزی که باعث میشه و تمام این در واقع تاپ کمپانی‌های آمریکا چیزی که وجود داره توش رقابته. رقابت باعث پیشرفت میشه، ولی در عین حال چیز زجرآوری هم هست. یعنی اینو باید اعتراف کرد بهش. شما نگاه می‌کنید رقابت می‌کنید، شما خیلی لذت نبرید. خیلی ها میگن که خب در واقع چیزی که به وجود شما از به معنی که خودتون رو با یه نفر دیگه رقابت کنید و حالا مخصوصا با خیلی آدمای دیگه رقابت بکنید، این باعث میشه که احساس کنید عقبی، باید بری جلو. خب این حس عقب بودن یه خوبی داره، باعث میشه که احساس هر چقدرم جلو باشی باز احساس میکنی که باید برم جلو.
گفتم این چیزی بود که من توی مثلا نبود افسردگی صحبت کردم، گفتم دفعه قبل این بود واقعا منو کمک کرد. گفتم من زبان بلد نیستم، میخوام ادمیشن بگیرم، خب بعد زبان بلد بشم، این باعث شد که من در واقع بیام بیرون و بشونم کار انجام بدم. در این حال هم زجر میدادم و بالاخره شما هر چقدر خوب باشی یه نفر هست که از تو یه جایی بهتر میشه، بنابراین زجر میده. این در واقع یه چیزی که تو تمام جاهایی که من بودم تقریبا تو تمامشون هست که بحث رقابته و تو همشون هم بودن. یعنی شما بخوای جای تاپی باشی، همین ماجرا شما توی فیسبوک میبینی، تو گوگل میبینی، تو آمازون میبینی که اینا در واقع باز میری توی این، حتی توی گوگل مثلا من بودم چیزه. همه بحث این بود که مثلا فلانی الان یه پروموشن گرفته رفته حقوقش بالا در شده، یا فلانی از این شرکت رفته تو اون یکی شرکت یه لول رفته بالا بود. اصلا دیگه یه مقدار حقیقتش برای من یه مقدار زیادی بود. یعنی من خودم هم میگه بالاخره آدمی هم که بالاخره همه عمرم رقابت کردم، ولی اینو احساس میکنم برای پول حداقل این قدری که شاید واقعا مهم نباشه. ولی یه چیزی توی شرکت ها باز مهمه که یه مقدار خوبی بود آکادمیا ورسس در واقع اینداستری، که حالا یا اینداستری باز دو تا چیزه، این شرکت های بزرگ معمولا خوبی استارتاپ و آکادمی ها نسبت به این شرکت های بزرگ اینه که شما میتونید خودتون باشید، یعنی قابلیت این که خودتون رو نشون بدید خیلی بیشتره. تو شرکت بزرگ الان من یه مثال میزنم، میگم شرکت های بزرگ معمولا اینجوریه، شما مثل چرخنده میمونید، چرخنده ای که داره میچرخی، تا وقتی هم که خوب به چرخی قشنگ روغن کاریت میکنن، پول میدن بهت، چیز میکنن به میچرخ، هر وقت خوب کار نکنید درت میارن عوض میکنن یه چیز دیگه میکنن بهت. این یه مقدار حس اینجوری هست. حالا میتونی یه مقدار احساس کنی مثلا من رفتم بالا تو این شرکت، بده خب مثلا تو آمازون، حالا با دیگه باز دانشجوام تعریف میگن، مثلا میگم خب با پیپر میدادیم و اینا، میرفتم مثلا تو مایکروسافت کار میکنم، حالا رفتم به منیجرم میگم که مثلا من اینه بکنم اینو من بتونم ازش مقاله چیزی در بیارم، مقاله اینا که نمیدونم چیه، ولی خب اگر خیلی ریزالتت خوب باشه من میتونم بیارم تو به وی پی مون ارائه بدیم. حالا اون وی پی هو کیرز اباوت مثلا یور وی پی، اصلا وی پی تون کیه؟ حالا میتونه شخصیت از آدمی نمیگم، ولی من لازم که آره. این آدم بالایی نیست من، تو آدمی حالا بالاخره تو سیستم بوده یه مقدار توی اکثر اینا قسمت مافیا و اینا هست، رفته تو مافیا بالا و چیز شده. این فرنگی که میتونی خودتون باشید خیلی مهمه توی در واقع این. حالا من یه چیزی، من کامپیتیشن ما همه رو شاید مثلا خود آدم های کامپیتیو بوده، من خود آدم کامپیتیو بودم، بعد از یه سنی فهمیدم این کامپیتیشنه، حالا یه مشکل که اون بحثا اینه که از نظر روانی این آدمو میتونه خراب کنه، نه یه مشکل دیگه‌ای که داره که من فهمیدم که واسه سعی کردم مثل کامپیتیشن دارم حذف کنم مثلا با پیرام، اینه که ببینید فرض کنید مثلا شما توی شهر کوچیکی به دنیا اومدین و مثلا 10 تا مثلا دختر خاله و پسر خاله و مثلا بچهای کلاس و اینا دارین، اگه خیلی نگاه کامپتیتیو داشته باشین خیلی لوکالایزتون میکنه، یعنی باعث میشه که مثلا میبینیم فلانی پسر خاله مثلا رفته دکتر شده، اون رفته مثلا وکیل شده، رفته شما هی بخواید کپی کنین بقیه رو، در حالی که ممکنه یه راهی وجود داشته باشه که یه راه خیلی خیلی بهتر و برای زندگی خیلی بزرگتریه، مثلا شما که بشین ایلان ماسک، خب ولی اصلا شبیه اون راهای قبلی ها نیستش. احساس کردم این کامپیت مخصوصا وقتی با یه فرد آدم کامپیت میکنه خیلی باعث میشه که ذهن آدم لوکال و کوچیک نگاه کنه، در حالی که اون گین بزرگه، اون مثلا جایزه بزرگه یه جای دیگه است که شما فقط داری وقت خودتو تلف میکنی با این. دقیقاً این حتی که دارید دقیقاً بحثی که اینجا میشه همون بحث در واقع این رفتار لرنینگ الگوریتم دیگه، در واقع یا همون در واقع لوکال ماکسیمم ورسس گلوبال ماکسیمم، یعنی در واقع ماکسیمم لوکال ورسس ماکسیمم گلوبال. این حرف درستیه، یعنی این ماجرا این که شما اگر اول یه چیزی در مورد رقابت بحثی دارم میگم، من همیشه یعنی اینجوری بر رقابت درست به نظرم بیشتر اینجوریه که شما اول بگید تو چه مسیری میخواید برید، بعد تو اون مسیر، یعنی مسیر رو بعد خودتون انتخاب کنید، نه اینکه فلانی دکتر شده منم بعد دکتر تو همین زمینه بشم. نه، خود شما یه چیزی علاقه داشته باشید. من مثلا همین تو نمونهش مثلا وقتی من تو اون زمان بعد بحث الان سر مثلا 2000 چقدر میشه، آره 97 میشه دیگه، 1997 که مثلا اون زمان تو ایران من مثلا المپیاد رفتم که هر رشته ای دلم بخواد برم، تو اونجا خیلی همه میگفتن برقش نریم چیز اول، ولی من اصلا هم چیزی نداشتم، من گفتم نه کامپیوتر دوست دارم، رفتم من کامپیوتر و الان هم چیز، یعنی اصلا اگر میخواستم به فکر اونجوری رقابت بکنم بعد برق میرفتم، ولی نه همچه احساسی نداشتم اصلا. یعنی شما باید اولا ویژنتون رو داشته باشید، یعنی من تو چه راهی میخوام برم، حالا تو اون راه با آدم های موفق اونجا رقابت بکنید، یه یعنی رقابت رو ببینید چی کار دارن میکنن اونا، یه جوری قسمت آموزشی ماجراست دیگه. اگر طرف مثلا داره اگر تو این زمینه داره، حالا شما استارتاپ زدی مثلا فلان اینقدر ریس کرده، خب یعنی بعد شما هم ریس کنی مانی رو، اگر بگی نمیکنم میتونی بگی نمیکنم کرم نمیکنم، ولی احتمال زیاد اگر همه دارن ریس میکنن تو اونجا شما ریس نکنی احتمالاً استارتاپ فیل میکنه.
این بحث رقابت بود، یعنی وقتی که خیلی از این لحاظ شما در واقع نگاه میکنید و آدمای خیلی موفقی رو میبینید و گفتم ایم خواهی میکنید، یعنی از اون باز بحث دفعه قبلی بود که شما میخواید بهترین تو زمینه باشید، پس تو بهترین زمین تو زمینه باید ببینید آدمایی که تو زمینه هستن چجوری میتونید ازشون جلوتر باشید. حالا امکان داره نشید جلو، حالا ولی مثلا یه جوری بهتری میشید صحبتی که دفعه قبلی کردید. حالا میخوام یکم باز برگردیم رشته کلام، برگردیم به چیز. خب بحث رقابتی که شد کلا، حالا به طور خاص اگه بخوایم بگید این جاهایی که بودین هر کدومش آیا چیزایی دیدین که از نظر فرهنگی خیلی متفاوت بوده باشه با بیرون اون جاها؟ یکم آره تصویرم فکر کنم یکم دوباره فکر کنم بعضی وقتا فاصله، اگه کم عقب‌تر که واسه خود آره آره الان بهتر شد. آره هر چند وقت یه بار من یه چیز از طرف بچه‌ها باز می‌کنم. جان میگم میگم با انرژی حرف میزنی، میگم صندلی این ور میره به شکل خاص چیزای فرهنگی و مثلا حتی چیزای خیلی ریز، من مثلا چیزای خیلی ریز و مکانیکا، مثلا این حرفایی که مثلا ورک هارد و مثلا آدم خوبی باشین، مثلا این نصیحت ها مثلا به درد هیچ کی نمیخوره، نصیحت باید چیز خیلی ریزی و اپلیکیبل و خیلی مکانیکال باشه. مثلا همین که آمازون میگه که قبل هر میتینگ یه صفحه اجندای میتینگ رو بنویسین، یه صفحه هم نباید بیشتر باشه و همه باید اینو بخونن و بعد میتینگ اونجا شروع میشه، تا نخونن هم نمیتونی شروع کنی میتینگ. مثلا این مثلا خیلی چیز خوبیه. مثلا چیزای اینطوری چه تو MIT چه توی آمازون گوگل، مثلا مایکروسافت خب یه کمپانی بود که داشتش میرفت پایین دیگه، داشت داغون میشد، بعد یهو ساتیا اومد و یه سری تغییرات داد و یهو این کمپانی شروع کرد رفتن به بالا. تو تک تک این جاهایی که بودین، چه تو شریف MIT چه گوگل، خب گوگل مثلا چه کالچرالش خیلی معروفه که مثلا انجینیر فرست بود، مثلا خیلی بعد مثلا به ساینس خیلی چیز میداد، به اینویشن خیلی بها میداد، خیلی دنبال مثلا نه که دنبال بیزنس و پول نباشه ولی همیشه اون ساینس ساختن، انفراستراکچر ساختن، انجینیرینگ ساختن خیلی بهش اولویت بود. این چیزای کالچرال مثلا خاص تو این جاها تو این محیطا چی دیدین بین آدما یا حتی کمپانی و کالچر پروسس، اینا چیا دیدین که براتون جالب باشه؟ آره این در واقع بحث اون رقابتی که گفتم یه چیزی بود تو همه اینا بود و یه چیز خاصی هم بود، برای اینکه گفتم چه در واقع نحوه کار به شما داره میگه دیگه، حالا چیز کلی نیست میگه پر کار باشی، رقابتی داره دقیقاً بهت میگه آقا نگاه کن این آدمای دیگه تو این زمینه دارن ویژن رو دارن داره چیکار میکنی، بنابراین تو سعی کن مثل اونا باشی از اونا بهتر باشی. یه چیزی در واقع عملی میده برات. حالا این در واقع یه چیزی بود تقریبا تمام اینا بود برای پروموشن توی کمپانیا و توی بهتر بودن توی مثلا دانشگاهی توی دانشگاه اینا. یه چیزی که خب مثلا توی MIT مثلا خیلی چیز جالبی بود و مثلا اینو میگم گفتم با اریک صحبت کردیم دفعه قبلی، بحث مثلا کلابوریشن بود که شما اگر بتونید کلابوریت بکنید خب شما میتونید با آدمای زیادی حرف بزنید، آدمای معروفی هستن و خب شما با آدمای اگر آدمای اسمارت، آدمایی که فکر دارن میکنن، اگر اسمارت شاید کلمه درستی نباشه، منظورم از اسمارت کسی که فکر میکنه، هر آدمی میتونه اسمارت باشه، اینجوری نیست که من اسمارتم یا نه، هر آدمی در هر جایی داره کار انجام میده امکان داره یه کارو باز از شاید خیلی به دیدش نباشه، مثلا من دارم مثلا راننده تاکسی ام، چون همون هم میتونه یه سری کارهایی بکنه یه جایی سریعتر بره که اون یه جورایی انجام بده، میتونه اسمارت باشه، حتی حق مردم رو نباید ضایع کنه، ولی میتونه به همون زمینه خودش یه کاری در واقع آپتیمایز کنه. اون آدم اسمارت دیگه چون داره فکر میکنه اون کارو انجام میده. هر آدمی که فکر بکنه، شما اگر باهاش حرف بزنید و باهاش کار بکنید میتونید خیلی ریزالت های بهتری داشته باشید. تنهایی خیلی کار سختیه. همین ماجرا تو این شرکت های بزرگ هم هست، یعنی شما مثلا توی آمازون هستید یا مثلا تو گوگل هستید، شما باید تیم درست کنید. یکی از حالا من چیزای جالبی که گفتی، من یه سری چیزایی هم هست که شما از بیرون شرکت می‌بینید، چیزی که داخل شرکت. بیرون و داخل شرکت با هم فرق داره. مثلا در مورد این آمازون که گفتی برای یه صفحه بنویسی، این من راستش رو بخوام تقریبا روی هیچ جایی نبوده، هیچ کدوم خیلی میتینگ هم دو سال در واقع اونجا بود. هیچ میتینگی نبود که زیر دو صفحه کسی نوشته باشه. یعنی همه رو مثلا معمولا 4-5 صفحه میشد. معمولا هم اینجوری بود، یعنی خوبیایی داره که از بیرون نگاه میکنی، حالا خوبیاش هم میگم آه. ولی بدیاش هم اینه که مثلا اینجوری بود که طرف اسلاید نبود، بعد همه میشستن اینو میخوندن، معمولا هر کسی میاد یه سری میخوند، من نمیدونم حالا سرعت چقدر شده، سرعت مثلا پسرم لاغر حالا اینجا نیتیوه، سرعت خوندنش از من بیشتره، ولی خب من نمیدونم این 6 صفحه رو کسی نمیتونه همه رو بخونه. طرف میومدن معمولا روز صفحه اولش میگرفتن، همه فوکوس رو صفحه اول میذاشتن، بعد به صفحه 6 مثلا هیچ وقت نمیرسید، کلی بحثاتون اونجا بود، بحثای تکنیکال اصلا بحث نمیشد. بنابراین همه چی یه سری خوبیا داره، یه سری بدیا داره. ولی مثلا تو
همین آمازون میکنه این فرهنگی که حالا مثلا داکیومنت تهیه کنه. این به نظر من چیز قشنگه، یعنی یه چیزی شما داکیومنت داری تهیه میکنی، هر چی داری انجام میدی چیزی بنویس، نه با اون لولی که در آمازون نوشتن که اصلا من چیز بعضی وقتا اصلا افتضاح بود. حالا یه مثالی فقط من بزنم اینجا برای که چیزش بود، مثلا یه چیزی بود که یه سافتوری بود ما یه چیزی می‌خواستیم انجام بدیم، این یه آدمی اینا هایر کرده بودن تازه گوگل اومده بود، این 6 ماه داشت یه متنی رو گرفته بود 5 6 صفحه بود، این 6 ماه داشت این متن 5 6 صفحه‌ای رو تقریبا فقط ری رایتش می‌کرد، تعداد کلماتش رو مینیمایز می‌کرد، از لحاظ انگلیسی چیز می‌کرد. بعد اصلا یه چیز افتضاحی بود حقیقتش از دید من، برای که خب چرا، برای اینکه ما بعد این 6 ماه حالا برای اینکه می‌خواست به کی بده، به یه وی پی می‌خواست بده، اون وی پی حالا باز همین رو مثلا میگم که لیسانس انگلیش داشت، یعنی مثلا وایس پرزیدنت مثلا توی آمازون ولی لیسانسش انگلیش بود، بعد این طرف حالا انگلیسی چیز خوبیه ولی نه توی اون تک کمپانی، بعد تمام اینایی بوده که ما اینو بعد بدیم برای اینکه این طرفی که حالا خیلی اطلاعات نداره تو زمینه تک بفهمه این ماجرا رو. خب بعد اصلا که چی بعد 6 ماه مثلا ما اینو اپروف کرد، حالا بعد 6 ماه بعد اینو ما ما یه چیز ایمپلمنت که اصلا الگوریتم هم اولش هم داشتیم، اونو فقط نمیتونستیم توی بحثی که اینجوری شد تو آمازون اگه شما بخواید یه کاری انجام بدید حتی بعد یه گروهی فاندی بگیرید، مثلا دانشگاه میمونه از این لحاظ، یعنی بعد یه فاندینگی داشته باشید این پروژه رو انجام بدید، ما فاندینگر نداشتیم، یعنی اون آدما نمیتونستن اختصاص بدن زمانشون رو تو اون کارو انجام بدن، اینو بعد از اینکه اینو تونستن اختصاص بدن این الگوریتم ما از اون اول هم داشتیم، دو هفته ای نوشتیم مثلا همه چی رو 10 15 درصد برد بالا، اصلا هم خیلی ربطی هم به اون داکیومنت نداشت، یعنی داکیومنت یه جور الکی بود فقط وقت تلف کرد یه مدتی که بچه‌ای در صورتی که خب خیلی خوب میتونید اون داک از اولش هم بود، شاید مثلا اونو میتونید یه ماه بنویسی بعد یه تستی انجام بدی تو سافت‌ور انجامش بدی ببینی کار میکنه یا نمیکنه، و اگر کار کرد بر اساس اون بدی جلو. یه چیزی که دیگه مثلا تو این داکیومنتشون مینویسن، حالا تو این مثلا فرهنگ آمازون از این لحاظ خوبه داکیومنت مینویسن، از یه طرف دیگه برای اون بیزینس خودشون که ریتیل شاید چیز معقولی باشه، چون شما میخواید یه دونه در واقع مثلا یه فسیلیتی درست کنید، یه فسیلیتی بزرگی پیدا کنید، یه انباری درست کنید، خب این خیلی مهمه کجا به درست بسازید اینو، همه چیزش اوکی باشه، کانکشناش درست باشه، این واقعا کار میبره. ولی شما میخواید سافت وری بزنید، خب این کد رو بزن ببین چه نتیجه‌ای میگیری، بعد بر اساس اون تصمیم بگیر، نه اینکه تصمیم بگیری اگر اینو زدم اگر اینجوری شد که چی، اصلا خیلی از اگرها امکان داره اتفاق نیفته، یه هرچی خوبی داره بدی داره. ولی مثلا آره این داکیومنت نوشتن چیز جالبی بود تو آمازون، و یا یعنی اینکه مثلا هر کاری بخواید انجام بدید در واقع باید گروهی انجام بدید، یه گروهی بسازید و این داکیومنت رو باید داشته باشید که اینو انجام بدید، این بالاخره چیز خوبش بود. من خیلی فکر میکنم راجع به این چیزا، مثلا من خیلی فکر میکنم یه تفاوتی بین پروداکت ساختن و سافت ور ساختن و کمپانی ساختن وجود داره. من خیلی راضی شدم الان که دارم استارتاپ خودم رو دارم دوباره مثلا یه سال تقریبا شروع کردیم، خیلی فکر میکنم که روی چیزا خیلی مثلا دقیق شدم که خب مثلا هر سافتوری که اضافه میشه به کمپانی، هر مثلا API جدیدی که اضافه میشه، فکر میکنم که خب این آیا باعث میشه تو لانگ ترم کار کمپانی ساده تر بشه، آیا نفر بعدی که میخواد بیاد روی این کار کنه، من دارم یه باری رو دوش اون میندازم که بیاد بخواد یه چیزی یاد، سیستم دیزاین کنن و یه کمپانی و استارتاپ دیزاین، روی این چیزا خیلی فکر میکنم. بعد این مثلا فکر میکنم اوکی ما یه سال یه سری چیزا نشستیم یاد گرفتیم، چجوری من این کمپانی رو بسازم که مهندس بعدی مثلا دیتا ساینس یا مثلا نمیدونم دیتا انجینیر یا ML انجینیر که اومد اون بتونه مثلا توی یه هفته دو هفته کچاپ کنه. این چیزا خیلی مثلا برام مهمتر شده تا اینکه حالا مثلا سافتوره مثلا، یعنی اینکه این ارگانیزیشنه یک مثلا پیچ و مهره یه جوری به هم وصل شده باشه که بتونه رشد کنه و داینامیک باشه و منفجر نشه. این بعضا خیلی ساده است چیزی دادم بسازه که مثلا که با 5 نفر 10 نفر کار کنیم، ولی این چجوری بسازیم الاستیک بودن مثلا. دقیقا این چیزی که گفتی کاملا حرف درستی، دقیقا من هم استارتاپی که مثلا داشتم حالا مثلا پردیکتا حالا چیزی که در واقع دادم میشه یاد بگیرم اون چیزایی دیگه پردیکت دابل ای که بالا برای استاک و اینا پردیکت میکنه کلا، ولی چیزی که وجود داره و چیز و خیلی مهمه، دقیقا من تمام اینا رو توی استارتاپ در نظر میگرفتم، یعنی مثلا حتی من میخوام الان استفاده کنم مثلا نمیدونم کافکا استفاده کنم یا مثلا خودم یه دونه چیز بنویسم که این کارو انجام بده، ردیس استفاده کنم یا مثلا یه چیزی بنویسم که خودم SQL بتونه مثلا با چی میگم SQL مثلا بتونه با پانداس اینا رو با هم دیگه یکیش کنه انجام بده، و چجوری اینو بنویسم که خیلی ریلایبل باشه، چجوری اینو باشه که آدمای دیگه بتونه انجام بده. این چیزا خیلی توی استارتاپ اتفاق میفته، دقیقاً این فرقی که بود گفتم استارتاپ و یه جورایی فکالتی خیلی اینا یا مثلا تو دانشگاه
خوبی باشی و ریسرچ بکنی خیلی اینا شبیهن. تو خیلی از اینا رو خودت باید تصمیم بگیری چی داری میسازی و خیلی آزادی داری. چیزی که تو شرکت های بزرگ اینا نمیبینی خیلی از اینا دیکته شده است. یعنی دلیلی که مثلا برای من اوورسایت جالب بود برای اینکه شرکت کوچیکی بود که من میتونستم کل سیستم رو ببینم. خب من خودم یه ایده نسبت به استارتاپ داشتم ببینم شرکت کوچیکتر چی کار دارن میکنن. تو شرکت آمازون اصلا نمیدیدی، گوگل اصلا نمیبینی کی داره چی میزنه کلا. یه چیز خیلی کوچیکه باریکی رو میگرفتی، فقط بعد تو اون زمینه کار میکردی. بعد تو اون زمینه اگر حالا مثلا الگوریتمی داشتی، خب میگم دو هفته ای ما یه الگوریتم نوشتیم ایمپروف کردیم، خب اینا اگر مینوشیم زودتر میدیدیم خوب بود. ولی شیش ماه من وقتمو تلف کنم برای آدمی که خوب اینا رو نمیفهمه، مثلا بیام تعداد کلمات انگلیسی رو در واقع مثلا بهترش کنم، مثلا منم بالاخره نیتیو نیستم، آدمای بهتری هستن که این کارو انجام میدن. این به نظر من اصلا احساس عذاب وجدان داشته، یعنی هم حالا پول آدم میگیره، مثلا پولش هم شاید حالا خیلی هم حالا بالا نیست، خیلی هم بد نیست، ولی این اصلا احساس عذاب وجدان داره آدم که خب من دارم چیکار میکنم، وقتم داره تلف میشه. درسته که همین من اصلا توی استارتاپی مشکل نداشتم، ولی که دقیقاً دارم میبینم یه چیزی دارم میسازم، از اول دارم فکر میکنم، حتی مثلا تقریبا تمام اینا هست شما واسه کلاود کامپیوتینگ بخوای انجام بدی تو استارتاپ. این مثلا خیلی چیز باز مهمیه، چون داری یه استارتاپی میسازی، داری از یه کلاود استفاده میکنی، گوگل حالا یا گوگل یا آمازون یا مثلا نمیدونم این گوگل آمازون یا مثلا اجور بلا کلاود اینا رو استفاده میکنی. خب این کلاود اینا هر اینا طوری چیز کرده بودن الان در واقع یه پولدونی شده، هر ترانزکشن شما انجام میدی یه پولی میندازه برات. حالا چه جوری بسازی که همچین چیزی مثلا کمترین پول رو استفاده کنه، در صورتی که در واقع چیزو یه چیز اسکیلبلی باشه، ولی در عین حال هم بتونی اسکیلش رو کم کنی اگر لازم نیست پول علکی ندی. خب بالاخره استارتاپ بعد خیلی سیف کنی تا بتونی چیزی کنی پیشرفت بکنی، یا وگرنه از جیب خودت بعد بگی حالا معلومه همین چی میشه. اینا خیلی چیزای قشنگیه فکر کردنه. تو شرکت های بزرگ این اتفاق خیلی کمتر میفته. شما یه مسئله داری، باز مثلا توی حال گوگل و مایکروسافت رو مقایسه کنیم، از این لحاظ خیلی بهتر بودن. یعنی مثلا گوگل هم بحث انجینیرینگ که میگی، توی گوگل سافت ور انجینیرها خیلی کلاس بالایی دارن. من حالا چیز بود 2005 که همون پی اچ دی مو گرفتم، همون زمان یه آفری از گوگل گرفتم برای سافر انجینیر، بعدم گفتن که بیا مثلا برای ریسرچ ساینتیست اینا بکن. اون زمان تصمیم گرفتم برم پستال، حالا ام آی تی و سی ام یو بود و بعدش از لحاظ پولی هم شاید خیلی ضرر کردم، یعنی اگه پول رو حساب بکنم الان یه تعداد عدد خیلی بزرگیه، تازه هیچ نگوشیت هم باشون نکرد، ولی الان به نظرم راضی ام. ولی بالاخره دادم خیلی چیزای دیگه یاد گرفت، ولی پولی شاید نباشه، ولی پولم یه چیز خطی نیست که شما بگید همینجوری داره میره، ولی بعضی وقتا خیلی یه دفعه میتونه جامپ بکنه. ولی بالاخره اونم چیز اصلی زندگی نیست، خیلی چیزای دیگه آدم میتونه دست بیاره فقط پول نیست زندگی. ولی این بعد توی مثلا توی گوگل و اینا باز این بهتر بود، یعنی از لحاظ تکنیکالیتی باز چیز بهتری بود. خیلی آدمای در واقع آدمایی که بیشتر فکر می‌کردن، آدمایی که بیشتر تکنیکال تر بودن، با اینا می‌تونستی انجام بدی، کلابوریتی بهتر کنی، خیلی ریزالت‌های خوبی داشته باشی. و این مثلا توی آمازون نه، این دیگه نمی‌شه، خیلی کمتر بود، بیشتر همه بحث این داکیومنت بود. داکیومنت چیز خوبیه به نحوه خودش که مثلا من اوورستاک رفتم، یکی از چیزایی که من واقعا پیشنهاد کردم گفتم انجام بعد بدیم، هر چی می‌نیسه یه داکیومنتی هم داشته باشیم. خودم اول نوشتم برای الگوریتم، گفتم هر کسی که می‌نیسه بعد این کارو انجام بده. این به نظرم خیلی چیز خوبیه، ولی خب شما دیگه اینو بیاد یه چیزی بکنید در این سمت آمازون باشه که مثلا 6 ماه داره طرف فقط چیز می‌نیسه، داکیومنت می‌نیسه که من یه سافت‌ور مثلا اینو از این ور اینجوری کنم یا اینجوری کنم، خب اینو انجام بده، ای بی تست هم بذار ببین انجام میشه یا نمیشه. دیگه لازم نیست 6 ماه اپتیمایز کنی تعداد کلمات رو برای ولی آدمی داری می‌نویسی وی پی که لیسانسش روی زمینه موافقم. من فقط برای اینکه با دوباره بحثو چیز بکنیم، ما الان حدود من یه ریستی بکنم بحثو 48 دقیقه است که رو لایو ایم. خیلی ممنونم، من می‌خوام که وارد بحث بعد قسمت دوم این لایو بشیم. ما تا حالا راجع به یه سری بحث‌های بیشتر کلی‌تر صحبت کردیم که اصلا دانشگاه رفتن خوبه یا بده، اگه برین لیسانس بگیریم، مسترز بگیریم، پی‌اچ‌دی بگیریم، کی برای چی خوبه، چی برای کی خوبه. بعد راجع به کار کردن توی دانشگاه و کمپانی‌های بزرگ و استارتاپ‌های کوچک صحبت کردیم، این قسمت دوم لایومونه با محمد حجی‌آقایی. و بعد صحبت کردیم که گوگل، مایکروسافت، آمازون، ام‌آی‌تی، شریف، اینا کالچراشون چی باز شده، اینا موفق بشن چی باز شده موفق نشن، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های پروسسی. حالا می‌خوام یکم وارد بحث‌های تکنیکال‌تر بشیم. در نهایت هم خب هم محمد تقی داره یه استارتاپ میزنه، هم من شاید من بهشون کمک کنم، ایشون به من کمک کنه، راجع به این دوتا آخرش صحبت کنیم. ما داریم حالا پشت صحنه با هم صحبت میکنیم، یکم بحثای تکنیکال تر بشه. آره اینجا شما الان از مریلند هستین؟ آره مریلند هستم. آره منم الان تورنتو هستم اینجا، برای بچه ها کوشیر نادری هم من اینجاش اگه بیاین تورنتو دفعه بعدی
آره حتی چقدر جایی که خیلی دوستم خیلی چیزا ایرانی زیاده. آره بعد از تورنتو اومده همچنین همه چی هست، از کله پاچه و چیز تو خیابون هستش. جوانا داریم ما دفعه بعد ایشالله در چیز باشیم بهتون کلوچه نادری بدیم. بعد خلاصه وارد میخوایم بحث دوم شیم، وارد بحث که بیشتر فوکس روی بحث تکنیکال تره. بعد یه بحث سوم هم هست که استارتاپ های شما و استارتاپ من و حالا همکاری ها و چجوری میشه کمک کرد. و بحث دوم که بحث های تکنیکال تره، میخوایم راجع به ماشین لرنینگ صحبت کنیم، راجع به الگوریتمیک ویو و کلن بحث های انجینیرینگ. بعد یکم وارد چیزهای تکنولوژی بشیم که متاورس، کوانتوم کامپیوتینگ، استاک، همه بحثایی که روز هستش بیشتر و بیشتر حالت مثلا بیزنسی تر داره. اول اینکه مثلا اینا رو میخوام کوچیک کوچیک کنیم که بتونیم برسیم به همشون. امیدوارم آن یه چیزی هم که من حالا برای که این جو ما داریم صحبت کنیم، این جو پایین هم دستمون بیاد، کسایی که تو لایف هستن هر کی اگه دوست داره دانشگاهی که داره درس میکنه یا کار محل کارش یا شهرش رو بنویسین، من میخوام یه آمار همینجوری داشته باشیم. میتونین هر ستا رو بنویسین، میتونین هر یکیش رو بنویسین، دوتاشو، شهری که زندگی میکنین، دانشگاهی که درس خوندین، جایی که کار میکنین، هر کی دوست داشت بنویسه. یه مثلا فضای لایو ما هم بتونیم. من یه چیز دیگه میخوام یه چیز اضافه کنم بعد این کامنت ها رو من دارم میبینم سرچید. من بحث اون قهرمان پرورشی اینا نمیخوام خیلی وارد بشم. من بحث اینه که مثلا من اینجوری الان به نظر من اصلا نباید به این لایو اینجوری نگاه کرد. من درسم نمیدم، حالا کلاس درسم بالاخره یکم بعد درس یه چیزی بدم. ولی داریم یه چیزی صحبت میکنیم. من معمولا بیشترین چیزایی که خودم یاد گرفتم اینه که تو نخری آدم یاد گرفت بالاخره توی زمینه موفق بوده یا جلو رفته اینا. من این تجربه چیزایی که داره میگه امکان داره اون طرف داره اینو میگه و این خیلی چیز خوبیه، برای اینکه اون طرف اینا رو داره میگه لزوما امکان داره اگر بخوام شما من بخوام شما به یه جهتی بگم خب میتونم یه جهتی ارائه بدم و اونو انجام بدید، شاید اون اصلا چیز خوبی نباشه، شاید من یه اهداف دیگه‌ای برای خودم دارم اینو میگم. این حرفی که داریم ما میزنیم مثل حرفات چون مثلا بعضی میگه یه حاشیه است، ولی در این حال این حاشیه ها میتونه شما در نظر بگیرید چون یه چیزای حرفاییه که خیلی بایاس توشون نیست، بنابراین از اونها خیلی میشه استفاده کرد. یعنی یه نکته هایی میشه از این در آورد، هر کسی میتونه یه چیزایی در بیاره. اینجوری هم نیست که مثلا بگه آره بعد این کار انجام بدید دفعه بعدی این استپ بعدی این استپ این استپ. این هدفش این لایو به نظرم این نیست، منم برای این حاضر نکردم و اصلا خیلی هم عقیده ندارم اینجوری بعد باشه. به نظرم بعد اصلا هر کسی نگاه کنه نکات مهمو بگیره و سعی کنه استفاده کنه. حالا یه سری چیزا امکان داره حاشیه باشه براش، یه سری چیزا نباشه و حالا اینقدر نیست که بعد حتما سعی می‌کنیم هر چقدر بتونیم کاور کنیم کمتر. اصلا من اینو حالا یه بحثی هم الان هست، نمیدونم شما فالو می‌کنین یا نه، این بحثای جوروگن و اسپاتیفای اینا رو نمیدونم فالو می‌کنین یا نه چقدر. من خیلی به این اعتقاد دارم که من همیشه توی لایو گفتم من نه کارشناس هیچی نیستم، نه اصلا خودم ما هیچ در اصلا منظرم آدمی که خودش رو بدونه که مثلا من استاد مثلا الگوریتم یا استاد ماشین لرنینگم یا مثلا من دیگه این کاری این مثلا دیگه به ته این رسیدم، از لحظه‌ای که شما میگین من مثلا استاد فلان سابجکتم از اون لحظه مشخصه شما متوقف شدید، یه موجود استاتیک شد. یعنی شما فقط دارین به خودتون میگین که دیگه من دیگه تکون نمیخورم و دقیقاً از اون لحظه شما یه موجود مثلا تو اون فیلده جوری بیخودی میشین. کسایی به نظر من ارزش دارن که کیوریوس باشن، کنجکاو باشن و خودشون به قول استیو جابز اون جمله آخرش میگفت استی هانگری استی فولیش. من ارزش من به دانش آموز بودنم تو زندگی، به این که همیشه کنجکاو باشم و همیشه خودم رو پایین‌تر از هم بدونم و بخوام از بالایی‌ها یاد بگیرم. از لحظه که من احساس کنم مثلا من دیگه میدونم و شما ساکت باشین من به شما بگم چیکار کنم، به نظر من یه آدم مثلا چیزی هم یک مثلا شبهه از اون علم و دانشم و اصلا محیط علمی و محیط دانشی محیطی که همه همدیگر سوال اصلا هیچکی نباید قبول کنه که فلانی چون فلان حرفو زده حرفش درست، یعنی همه باید این باز این باز یه چیزی که میگم یه چیزی باید اضافه کنم به این حرف، کاملا قبول دارم مثلا برخی حرفا هم دارم این حرفو میدم، ولی بس بس یه چیز جالبی که شما اگر چیزی دارید در واقع حالا بالاخره اندوخته ای دارید حالا ریسرچی حالا نمیدونم پولی تجربی هر چی، این یه جوهایی از اون ازش استفاده میکنه که مثلا یه نمونه فقط میدم ببینید چیزی که واقعا استفاده نشه. مثلا فرض کن تو همون وی پی که من صحبت میگردم، یه وی پی تو آمازون هست مثلا اون داره این کارو میکنه، مثلا این طرف با صحبت میگردم یه رئیسی داشتیم مثلا به این وی پی ارائه میداد،
اگه طرف مثلا میگه پله این حرف نزن، این خوشش نمیاد، من اونجاست که آدم میگم، اونجا دیگه من از تجربه خودم استفاده میکنم، مثلا میگم آی دونت کیر که مثلا تو کی هستی که حالا خوشت میاد یا نه، این بار علمی که من در آدم زحمتی که کشیدم اینجا، من در این دو متخصصم، تو متخصص نیستی، اینجا جایی که استفاده میشه، اینجوری نیست که حالا من میگم این دوباره هیچ جا استفاده نمیکنم، نه این جایی، ولی جایی که داری از یه طرف میگم، من همیشه میگم این بحثی که میگم زگه احوالتا گور دانش به جود، واقعا مهم آدم باید بره چیز جدید بزنه، اگر من بگم من اینو بلدم دیگه بسمه هیچی، تو اون زمان بعد یکی دو سال دیگه آدم فسیلی میشه دیگه، چیزی نمیدونی، این بعضی جاها اون کاربرد داره، ولی باید جاهاشو در واقع درست ازش استفاده کرد. آره مخصوصا توی بحثای مثلا ماشین لرنینگ و این فیلدهای جدید که واقعا یه آدمی که دو سال مثلا سر جاش بشینه اصلا کلا بی ربط میشه. حالا خیلی جالب این کامنت ها رو من دارم مردم میخوام، چقدر آدم ها از مونترال و تورنتو و این شرق کانادا هستن، اینم خیلی چه جالبیه. حالا هنوز بنویسید اینو که از کجا هستین و بنویسید که کانادا از کجا و کدوم دانشگاه کدوم، من دارم میفهمم شما فکرم حواستون پرت میشه که هم حرف بزنیم بخونیم، ولی جالب برای من. آره خب بعد رسیدیم، آره رسیدیم به بحث، این بحث اصلی که راجب ماشین لرنینگ، این که اومدین تو ماشین لرنینگ، به نظرتون اصلا راجب تغییرات ماشین لرنینگ که خب این فیلد خیلی عوض شد، یعنی از مثلا 20 سال پیش بعد به دیپ لرنینگ، بعد دیپ لرنینگ دوباره جی پی یو و دیتا ست های بزرگ شد و چه میدونم سی ان ان و آر ان ان و بعد اومدیم ترانسفورمر، هی داره عوض میشه، ولی خب رینفورسمنت لرنینگ داره بزرگ میشه، ولی خب یه سری چیزا ثابت مونده. کلا نظرتون چیه مثلا شما که خب از یه بک گراند الگوریتم، چون منم خب بیشتر تئوری بودم بعدش والا استارتاپ، و نظرتون چیه راجع به این فیلم و به کجا داره میره؟ قشنگه. بعد با یه چند تا چیز میگم، میگم اینا یکم مقدار وقت میگیره، حالا دیگه یکم تحمل کنید دوستان، ولی اینا مهمن چیزا، اینا هر کدومش میتونه آدم کلی ازش درس بگیره، برای من درس گرفتم ازش، حالا ان شاء الله برای شما خوب باشه، خیلی حاشیه نمیشه. ولی بحثی که مثلا بحث AI و CS در واقع، حالا CS یه جورایی در واقع چیزای کره، حالا مثلا الگوریتم و یا چیزای کور مثلا نتورکینگ و اینجور چیزا، بحث AI MIT یکی از چیزایی که خب پایونیرها تو این زمینه است، یه اولیات این چیزه. این بحثی که در واقع بود قبل اینکه من برم، یه دو تا چیز بود، یه در واقع لابراتوری فور کامپیوتر ساینس بود، یه دونه AI، یه دونه AI لب بود، دو تا توی یه ساختمون هم بودن. بعد اینا یه ساختمون جدید ساختن و وقتی توی ساختمون جدید اومدن، بحث بود که اسمشو چی بذارن، بعد همه میگفتن تو اون زمان دفتر سال 2000 بودیم، خب کامپیوتر ببخشید این زیر دانشگاه MIT کامپیوتر برقش یه دیپارتمنت ها، درسته؟ نه نه کامپیوتر برقش یک کرد، ولی این که دارم میگم یه لابراتواریه، این لابراتواری کامپیوتر در واقع کامپیوتر ساینس، درسته یکی ان، ولی در واقع کامپیوترش یه چیز جدایی داره برای خودش، قسمتی در واقع از یه قسمتی از ECS، در واقع الان هم ولی کالج آف کامپیوتینگ دادن، یکم پیشیده تر شده ماجراش، ولی در واقع یه قسمت کامپیوتر ساینس دارن. حالا این کامپیوتر ساینس نکتهش اینه که کامپیوتر ساینس بحث سر چیز جدیدش بود که میگفتیم خب این جدید اومدیم، میخوام یه ساختمون جدید اومدیم، اسمشو چی بذاریم؟ بذاریم مثلا سی اس لب یا حالا کامپیوتینگ لب اینا. این چیزی بود که هیچ وقت AI یا که AI لب بودن یه قسمتش اصلا قبول نکردن، یعنی میگفتن کی گفته AI و سی اس اینا AI قسمتی هستی. حالا بحث در واقع همین بحث ماشین لرنینگ الان اینجا به در واقع چیز الگوریتم، آخرش هم اسمشو گذاشتن CSAIL، یعنی سیستم در واقع CSAIL، یعنی هیچ کدوم کوتاه نیومدن گفتن دو تاشم بعد باشه، دو تاشون هم چیزای فاندامنتالیه، مثلا AI یه چیزای قبل از CS بوده یه جور. ولی این بحثی که در واقع ML در واقع چیه و چی کار داره میکنه، یه جورایی خیلی ربط داره به بحث الگوریتم و اینا. اول آخر اول از دید من ML خیلیشون یه سری الگوریتمایی هستن که الگوریتمای هیوریستیکن. الگوریتم هیوریستیک یعنی چی؟ یعنی چیزی که به نظر خوب میاد، مردم اینو زدن خوب کار کرده، خیلی تقریبا مخصوصا تو بحثای این که دیپ لرنینگ و اینا تقریبا ما شهودی نداریم چرا کار میکنه. از یه طرف هم شاید یه شهودی داشته باشیم، چرا مغز ما داره اینجوری انجام میده. این چیزی بود، یه ورکشاپی بود توی برنامه بود پرتی دقیقاً در مورد همین صحبت میکرد که حالا نورونای مغز ما دقیقاً دارن همین کارو انجام میدن یه جوری. و حالا باز این یه چیز جالب، این یه لحظه من یه چیزی هم بدم، یه فلاش بکی هم بدم که میخوام بگم این دوتا در واقع که کدومش اصالت داره معلوم نیست یه جوری، یکی بوده قبل از یکی بوده. حالا از دید من اگر بپرسید میگم الگوریتم، میگم شما وقتی ام ال آی که دارید میذارید اکثرا یه سری الگوریتمای هیوریستیکه، تو معمولا توی الگوریتم و اینا هیچی غیر از الگوریتمای هیوریستیک نیستن، یعنی ما الگوریتم میزنیم بعد ثابت میکنیم چرا این کار میکنه، تو اینجا فقط الگوریتم میزنیم نمیگیم هم چرا کار داره میکنه. همین بماند. این چیز جالبی بود که اینو باید فقط یه چیزی بذارم برای این در واقع کسایی که تورینگ اوارد رو بردن سال 2018، و
من دوست دارم جان افتخارش هم بیاد در واقع ACM فلو شدم بکنم. ایرانی یکی از ایران اومده، هیچ کسی تا حالا نشده ACM فلو. بعد اون تو اونجا همون مراسمی بود که در واقع مراسم حالا اسکار نمیخوام ولی مسائل مراسم تورینگ اوارد که همون در واقع نوبل کامپیوتر تو اونجا بود. کسایی که بودن همین سه نفری بودن که برای دیپ لرنینگ و اینا چیز کردن، حالا اسمشون رو دیگه الان دقیقش رو نمیخوام، یعنی کیم حالا گفتیم من یه کامنت بذارم که کسایی که راجع به این بحث فلسفه که چرا اینا کار میکنن و مثلا فلسفه دیپ لرنینگ و اصلا با مغز آدم چه ارتباطی داره و اصلا مغز آدم چیه و اینا، خیلی خوب راجع به این چیزا صحبت میکنن. من کسی که به نظرم جالب تر از همه صحبت میکنم واقعا خیلی آدم دیپی و خیلی خوب پریزنت میکنه یان لکونه، که یان لکون که خب الان یه مدتی فیسبوک داره کار میکنه ولی خب اصلا همه میدونن بیشتر کارش تو آکادمی ها نبته. خیلی 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 خوب این چیزا رو باز میکنه. جدیدن هم یه مصاحبه فکر کنم دوم یا سومی با لکس فریدمن داشت که مال یکی دو هفته پیش من نگاه کردم، خیلی مثلا خوب اینا رو باز میکنه. این کامنت اولم بود کلوچه میگولی، اینم الان چیز جدید شد. بعد این چیز دومی هم که میگفتین، منم چون از این فیلد کامپیوتیشن کامپلکسیتی و کریپتو اومده بودم، همه پیپر ماتماتیکال بود و پروف داشت. بعد اول که پیپرهای ماشین لرنینگ رو خوندم مثلا چند دفعه اول، مثلا فکر کردم خب این مثلا پوستره، پروفاش کجا، مثلا ریاضیش کجاست، چرا هیچی نمیشته، یه سری کد و مثلا فلان دیاگرام مثلا گراف کشیده مثلا تمام شده. بعدا فهمیدم که آره ریاضی خیلی اینتویتیوی داره دیگه و یه چیزی داره ولی پروف نداره به قول شما، پروفاش خیلی هم دلو کر که حالا پروفش چیه. دقیقاً اصلا یه بحثی بود میگم، همین بحثی گفتم سی اس و ای آی بود که بحث بود تو ام آی تی که اینو سی اس بذارن یا ای آی لب، که ای آی طبیعتا قبول نمی‌کردن ولی ای آی جزء سی اس یا نه. همین بحث در واقع همون بحثی بود تو همون مراسم بود که در واقع هینتون داشت با یه استاد دیگه، یک قلم استاد یه خانومی بود قلم استاد استنفورد بود و چند نفر واسطه بودن که داشت صحبت می‌کرد و این براش اینجا میگفت که بعد مثلا تبریک گفت، بعد میگفتش که آره مثلا اینا بالاخره اینو قبول کردن این چیز خوبیه. کاری که در واقع اینا کرده بودن بحث حال دیپ در واقع دیپ لرنینگ و شب تو این اپلیکیشن هایی که این داره و کارهایی که میشه انجام داد با این دیپ لرنینگ، و اینو براش یه میگفت آره اینا بالاخره قبول کردن. حتی اینو تو سخنرانیشون بکنم بنجیو بود که در مورد این صحبت میکرد یا لکون بود، میگفت الان دیگه من این تورینگو گرفتم، خوبیش اینه که اگر یه حرفی بزنم مردم حرفم رو قبول میکنن. این باز مشکل سر کجا بود؟ باز یه سری آدم های دیگه تو اینجا بودن، تو همین فیلد بودن که اینا رو تو بحث در واقع بحث چیزی که در مورد بحث همون هیورستیک ماشین لرنینگ، شما یه الگوریتمی دارید و این الگوریتم برای شما میگید این کار میکنه. خب یه الگوریتمی دادی، حالا یه قانونی هم میسازی مثل اون بحث شبکه عصبی، حالا یه چیزای قبلیش هم بعدش هم بود دیگه، این بحثای الگوریتمای چی میگن بایولوژیک اسمش یادم اِوولوشنری الگوریتم، نه قبلا هم بود، کل حرفی که اینا میزدن میگفتن خب میخوای انجام بده بیا اینو انجام بده، اینم مثلا یه چیزی میذاریم کار میکنه. این چیزی بود که اینا رو یه چیزی که بود تحویلشون خیلی نمیگرفتن این آدما رو، یعنی آدمایی که این سه نفری که تورینگو گرفتن قبلش میگفتن خب شما داری میگی اینو، یه جورایی هم از یه طرف حق داشتن از یه طرف یعنی حق نداشتن، ولی یه طرف که حق داشتن گفتن خب شما داری اینو میگی، ما اینو میدونیم اینا چیز جدیدی نیستن، ولی نکتهش اینه که چرا کار میکنی، شما اینو به من نمیگی توی چرا کار میکنه رو نمیگی. یه چیزی که خیلی ارزشمند بود کار اینا برای من، یکم من دوباره میگم سرگذشت اینونشن های بزرگ، اینا یه ویژنی داشتن که میدیدن اوکی اگه این ریاضی کار کنه و این اینتویشن کار کنه، اصلا اینا اون زمان نه دیتای تو اون حجم بود نه کامپیوتی تو حجم بود، اینا اینو میتونستن اکستراپولیت کنن که اگر دیتا اینقدر بشه و اگه کامپیوت اینقدر بشه که ما بتونیم فیچرها رو اینقدر زیاد کنیم و مثلا این تعداد چیز کنیم، این یه چیز خیلی خوبی میشه. الان فقط مثلا میتونه دیجیتای مثلا هند ریتن دیجیتا یکم مثلا بفهمه، اینی که میتونستن اینو اکستراپولیت کنن برای من خیلی مثلا بعضا من یه نبوغ خاصی تو این کار بود. یه سری چیزای دیگه هم من خیلی اینتویشن، خب خود مثلا همین فید فوروارد مثلا گرادینت دیسنت و بک پروپاگیشن مثلا من خیلی چیز جالب، اینکه لیر لیر کردن این باعث میشه اینفورمیشن خودش رو مثلا بیا تو لیرهای مختلف پخش کنه و لیرهای ابستراکشن به خودش بگیره و خودش یه جوری یشی خیلی که برای همه خیلی سورپرایزینگه که این چقدر افیشنت میشه، یعنی لیرهای ابستراکشن رو میگیره. یه چیز دیگه هم که من کلا خیلی سورپرایز شدم که یکی از این
فکر کنم هد همین ML ساینس دیپ مایند بود که صحبت میکرد. اینکه ما چون ذهنمون فقط فضای سه‌بعدی رو میتونه ببینه از نظر مثلا جیومتری، و خب وقتی فضای سه‌بعدی رو ما فقط میتونیم ببینیم، تنها چیزی که میفهمیم فانکشنای از R2 به R دیگه، درسته؟ از فانکشنای از فضای دو بعدی به یک بعدی رو میتونیم ببینیم، این ماکسیمم اینه، یا حالا یه از یک بعدی به دو بعدی که مثلا جنب در بخورن نیستش. بعد برای همین اون کانسپت مثلا لوکال تو چاله افتادن و اینا توی فضای خیلی بیشتر، مثلا این چاله ها خیلی بیشتره. این مثلا صحبت میکرد میگفت وقتی اینو صد بعدی کنی این شکلا خیلی عجیب تره و ما این اصلا نمیفهمیم که یعنی چی، یعنی ما هیچ اینتویشن نداریم که شکلا. بعد خیلی بهتر میتونه تو اون یه چیزای جالب تری پیدا کنه که اینو ما تو عمل میبینیم. مثلا برای من همیشه اینجوری بود که خب چرا مثلا اینبدینگ ها مثلا 10 مثلا دیمنشن نباشه، چرا مثلا میکنه 100 دیمنشن یا 200 دیمنشن. بعد اینا خیلی یه چیزایی که اینا داره خوب کار میکنه خب، و یه اینتویشن های هست، ولی مثلا برای خیلی چرا ما نمیتونیم مثلا بفهمیم واقعا 100 بود یعنی چی. ما یه دو بود به یه بود داریم، بعد دیگه مثلا آدمایی که خیلی شناسا سعی میکنن اکستراپولیت کنن این کانسپت ها رو، ولی خب اینا برای من خیلی جالب بود. یعنی حالا مثلا دقیقاً همون چیزی که گفتم دیگه، دقیقاً این چیزی که وجود داره، یه برای اونا گفتم خلاصه حرف این بود که اینا که گرفتن حتی این تورینگو برای خودشون هم عجیب بود در واقع. حالا یعنی از این لحاظ تو زمانم اینا رو شاید خیلی تحلیل نمیگرفتن، و اون چیزی که مثلا میگی برای چند تا لایر باشه، خب مثلا کسی که داره گراف کار میکنه اصلا این براش خیلی طبیعیه، خب بالاخره این امکان داره چیزی بهتری باشه. که چرا این بهتر کار میکنه، اینو من حقیقتش من مطمئن نیستم که حالا امکان داره یه شهودی خودشون داشته باشن یا نداشتن، چون خیلی از اینا در واقع کاری که چیز انجام شد بحث این بحثای در واقع بحثای NLP و اینا بود که اون یه زمینه خاصی بود که اینا توش خیلی مشکل وجود داشت، ولی الگوریتمای در واقع دیپ لرنینگ و اینا خیلی خوب کار کردن برای چیز مثلا 2010 یکم این برون برش. این خیلی به کار اینا در واقع کمک کرد، و اینکه قدرت این کامپیوترها و این حالا جی پی یو ها اینا خیلی رفت بالا، اینم خیلی کمک کرد. یعنی این دوتا واقعا یه چیز تاثیرگذاری بودن که این انجام شد، شاید اگر اینا نبودن به این پیش کدوم اینا اینقدر چیز انجام نمیشد. ولی بحث این که چرا اینا کار میکنن یه بحثی که هنوز ما جوابشو نداریم. حالا یه نفر میتونه بگه خب نداریم که خب نداریم، چرا عملا خیلی الان در واقع این چیزی که وجود داره، خب در واقع مغز ما داره همین کارو انجام میده، یادم میگیریم همه کارم داره انجام میده، اگر هم کامپیوتر رو بتونه همین کارو بکنه خب خیلی پیشرفت خوبیه. ولی خب یه در جواب یه چیز دیگه میتونی بگی، اگر شما اینو بدونی که چه وقت خوب کار میکنه چه وقت بد کار میکنه، خب اینو میتونه خیلی در واقع ازش استفاده های بهتری بکنه، خیلی قوی ترش بکنه. همیشه این دانستن خیلی کمک میکنه. متأسفانه هنوز ما نمیدونیم، یعنی شهودی مردم دارن، ولی شهود تا بیاد به سمت یه پروفی بشه، یه چیز فرمالی بشه، خیلی به نظرم ما دوری ازش. حالا من یه چیزی بگم، مثلا این تو من توی میشنا خیلی برم جالبه و خیلی راجعش فکر میکنم. حتی همین لینیر ریگرشن ساده، یعنی بدون لیر، بدون که باید دیپ لرنینگ بشین، نظر من ما مخ آدم اون بحثای چیز رو بزنیم کنار، مثلا ویژن و آدیو و اینا که مثلا تو اِوولوشن، توی مثلا اِوولوشن چی میشد فارسیش؟ تکامل. توی تکامل مثلا تو میلیون ها سال چک بگیم اونا رو بزنیم کنار، ما تو اونا خیلی خوبیم. توی بحث‌های عادی مثلا شما یه خونه به مثلا نظرت راجع به فلان گروه سیاسی، یا مثلا نظرت راجع به یه خونه، یا نظرت راجع به مثلا یه آدم، ما خیلی عادت داریم مثلا اگه 100 تا مثلا فیچر داره، مثلا یه تعداد خیلی زیادی فیچر و ویژگی هست که بر اساس این باید نظر بدیم، خیلی عادت داریم که 98 تا 99 تاشو کیل کنیم، یه دونهشو بچسبیم بگیم به این دلیل این آدم خوبیه یا بده، خب بعدم سریع میدازینش یا تو بد یا تو خوب. یه فضای کانتینیوس نمیارین تبدیل به یه نمره بین 0 تا 10، مثلا بگیم این آدم 6 و نیمه یا 7 و نیمه یا فلانه، سریع میگین یا بده یا خوبه. یا مثلا بعد یه خونه، مثلا خونه یا خوبه یا بده، بعد نمیتونیم که مثلا 100 تا فاکتور رو همزمان در نظر بگیریم. یه چیزی که خیلی مثلا همین لینیر ریگرشن ساده خیلی خوبه، اینکه فضای کانتینیوس رو خیلی خوب میتونه در نظر نسبت به مغز آدم، و اینکه خیلی میتونه تعداد فیچرهای خیلی زیادی رو همزمان با هم بهش فکر کنه. و حالا مثلا خب اینکه تو فضاهای مثلا بزرگتر این میاد یه سری به سر ریجن ها پیدا میکنه، یه سری مناطق پیدا میکنه که این مناطق یه ویژگی دارن، این مناطق و با هم مثلا یه توپولوژی میسازه و این حرفا، اینا به نظر من خب خیلی شهود خوبی داشتن دیگه این آدما.
دقیقاً. حالا یه چیزی باز توی همون حرف برگردیم یه پرانتزی باز کنم به اون حرف قبلی در مورد آکادمی ها و در واقع استارتاپ و در واقع حالا به شرکت های بزرگ. و این تجربه جالبی که برای من بود دقیقاً همین بود. همین چیزایی که داری بحث می‌کنی دقیقاً که چرا من خیلی از این مثلا بحث‌های دیپ لرنینگ و اینا نکتهش اینه که همون خیلی مثلا فرض کنید اگه ورد تو وکو بدونید چیه اینا فقط میگن وان لایر اف در واقع چیز حالا تعدادش مثلا 100 تا باشن یا 100 تا 200 تا اینا باشن همین کافیه که ما یه امبدینگ خیلی خوب استفاده کنیم تمام الگوریتمایی که الان تو آمازون یا گوگل مثلا یوتیوب و اینا برای ساجستشنی که چه ویدئویی بعد از این ببینید یا چه پروداکتی بخرید بر اساس همین چیز ساده است و ما حتی همین چیز ساده رو هنوز هیچ در موردش نمی‌دونیم. حالا چیز جالبی که وجود داره دقیقاً برای من خوبیش اینه که مثلا اینو من توی میتونم شرکت بزرگی ببینم توی شرکت کوچیک تو استارتاپی اینو میتونم باش بر برم میتونم این برش بکنم و برش کنم چیه تو آکادمی ها این کارو میتونم بکنم بیام با یه سری آدمای حالا کسایی که باز میگم اسمارت منظوری کسی که فکر میکنن با همچین دانشجو میتونم صحبت کنم فکر کنم که چرا تا این کار میکنه واقعا یعنی این خیلی قشنگ داره کار میکنه من میتونم بگم چرا این کار میکنه این در واقع یه بیوتی که اینو مثلا تو شرکت بزرگ اینقدر نتونی انجام یه شرکت کوچیک استارتاپ احتمالا اصلا نمیتونی انجام بدی چون وقتشو نداری ولی اینو یه خوب چیز جالبی که داره میای تو اینجا قشنگ فکر میکنی که من اینو میرم ته ماجرا رو در بیارم ببینم اصلا شاید خیلی چیز ساده ای و من چرا این کار میکنم هیچی نمیدونیم واقعا ورد تو وک برید اینو مثلا نگاش بکنید خیلی چیز اپلیکیشن تمام میگم چیزای تقریبا تمام ریکامندیشن سیستم بر اساس اینه و این چیزی که میکنه ما هنوز یه لایر هم بیشتر نداره همون بحث خیلی شبیه در واقع لینیر ریگرشن عملا و هیچی نمیدونیم چرا کار میکنه خوب خیلی هم جای خوبی کار میکنه و این جاییه که مثلا اگه شما در آکادمی این جاییه که یه جاییه که واقعا میتونی دیپ فکر کنی و یه چیزی اضافه کنی به دانش بشر که اگر مثلا طبیعتا اگر خوب باشه طبیعتا شاید بتونی مثلا یه بگی یه مشکل دیگه هم که الان توی بحث ML و اینا وجود داره متأسفانه کنفرانس های نمیدونم نوریپس و ICML و ICLR و کلی دیگه از اینا هستن اینا متأسفانه خیلی از این پیپرهایی که میبینید دیگه اینجوری شده بحث هیوریستیک بحثش اینه که شما وقتی دیگه دیفالتو بذارید که پروفی لازم نیست دیگه حالا من شما میگه به من یه کاری انجام بده خب من میتونم اینو بردارم دو سه تا از این نمیدونم یه دونه مثلا اوتو اینکودر بذارم یه دونه دیگه شبکه دیگه بذارم نمیدونم یه دونه LFTM بذارم یه چیز بذارم اینا رو همه رو بذارم پشت سر هم دیگه بگم این آرکیتکچر من میتونم اینا رو دیتا انجام بدم خب این دیگه اصلا ساینس میاد بیرون شما دارید یه سری کار میشن حالا نمیدونم یه کاری عملی انجام دادی یه کار انجینیرینگ انجام دادی من قبول دارم دو تاش باشه یعنی اون تیکش من قبول دارم الان میسینگ یعنی یکم خب به خاطر دلیلش مشخصه به خاطر که یهو این الگوریتما کار کرد یهو یه کمپانیای مثل فیسبوک و گوگل شروع کردن پول پرینت کردن حالا در حدی که من میگم مثلا پولی که این کمپانیا دارن پرینت میکنن اصلا نه تنها در تاریخ تک بی سابقه است در تاریخ اقتصاد دنیا بی سابقه است یعنی من مقایسه میکردم مثلا کمپانیای مثل گوگل، آمازون، مایکروسافت رونیو و پروفیتشون رو با پرسوددهترین کمپانیای سال 1990 که مثلا جنرال موتورز بود و مثلا مکدونالد و کوکاکولا مثلا شاید 20 برابر 30 برابر اون کمپانی بعد خب این پول مقدار زیادش داره از این ماشین لرنینگ الگوریتما دست میاد دیگه اینا دارن اپتیمایز میکنن بهتر وقتی این همه پوله مردم میگن بریم سریع بچسبیم اپلیکیشن ها حالا اینکه کار حتما کار میکنه همه حرف خودتون میزدید یک مثلا چیزی که اوکی این کار میکنه پس ما حرفمون درسته دیگه اون آدمایی هم که میخوان توضیح بدن که این چرا داره کار میکنه و علمش و چیزا اونا دارن وقت خودشون رو تلف میکنن چون اونا مردم ها پول در نمیارن یعنی این دارم میگم که آره یک حماقتی این وسط ساخته شده به خاطر این گولد راشی که همه بریم این پولا رو دست بیاریم باعث شده اون تیکه ایگنور و من خودم چون بعد حالا این حرفی که میزنیم چهار تا LSTM بذارن سر مثلا CNN رو بذارن سر ترانسفورمر اینا چیزی که چیز میشه این داستان نمیتونه تا ابد از نظر انجینیرینگ نمیتونه حالا میخوام به اون بحث چیز بزنم شما وقتی 20 تا چیز بذارید بالای هم از یه جا اینقدر سیستمتون پیچیده میشه که شما نمیتونید دیگه دیزاین مثلا کریتیوی رو این انجام بدید و از یه جا پرفورمنس ها شروع میکنه خراب شد این چیزی که حالا کسایی که از ML میان و حالا این کاری که من خواهم به اینجا برسم سوال از شما برسم اصلا راجع به این مایندست اکانومی کامپیوتیشن و این مثلا مایندستی که مثلا ما همه چی رو با اوی مثلا فلانه اوی فلانه و مثلا اینو چجوری اسکیلش کنی دیگه اصلا مایندست رو ندارن چه مموری چه مثلا کامپیوت چه فلان این مایندست و این خیلی من اذیت میکنه با ML کارا که صحبت میکنم اصلا میگن ما ترانسفورمر زدیم حل کرد میگن بابا خب
بیاد این ترانسفورمر رو با یه مثلا سی ان ان مقایسه کنیم که رانینگ تایم و کامپیوت و مموری و فلانش کامپریبل باشه، نه اینکه مثلا یه ماشین مثلا قول مثلا 100 هزار برابر گوشتین سر این و میگن حالا حتی قبلا اون مایندست هم یه ولیو توش هست، یعنی ولیو خیلی زیادی توش هست. یه چند تا کامنت بدم در مورد گفتی یکی در مورد این شرکت هایی در واقع الان این چیز جالبی، حالا فیسبوک هم بحث فیسبوک رو اول شروع کردیم استاکش افتاده، بحث اینه که در واقع پرافیتی که گفتی مایکروسافت و گوگل و آمازون، من همین دو سه روز پیش نگاه کردم، اینا از لحاظ پرافیت یعنی در واقع پول خالصی که در میارن، اینا جزو 10 تای بهترین شرکت های دنیا هست. این خیلی چیز عجیبیه، یعنی همین فیسبوک که داریم میگیم اینقدر افتاده داره پول جنریتور داره، جزء 10 تای شرکت اولی که داره پول تولید میکنه، در واقع همینه که داره ولیوش میره بالا پایین. یکی پرانتز تو اینجا استفاده کن، یکی دیگه بحث این بحث کامپیوت کاسته که میگه دقیقاً همین چیزه، این بحثم دقیقاً همینه و اینو یه مقدار خیلی از که سعی میکنه ایگنور کنن. چرا؟ با تو این شرکت های بزرگ این اتفاق میفته. مثلا تو آمازون بودیم، تو آمازون این کارو داشتین انجام میدادین، آمازون یکی از چیزایی که من اپریشییت میکنم در موردش، حالا خیلی چیزای دیگه هم باش انتقاد دارم، ولی یه چیزی که آدمای خیلی قوی توی فایننس توش بودن و فایننسش خیلی چیز قویه، یعنی مثلا خیلی از این آدمایی که حتی مثلا لول پایین‌تر از فایننس هم دیدن سی اف او یا چیف فاینانشال آفیسر کمپانی های دیگه بزرگ دیگه میشن، خیلی از این لحاظ خوبه. این چیزی که کار میکردیم اینجوری بود که بحث مثلا ادورتایزمنت و اینا بود، بعد تازه که مثلا همین تقریبا یه سال پیش و اینا که چیز کردن که اینو شما دارید میکنید، شما دقیقاً دارید این کارو میکنید، یه الگوریتم میخواد میگه خب من یه دونه مثلا یه دو سه تا الاستیک هم میذارم کنار هم، یه تینا نمیذارم، اینو میذارم ببینم چی میشه. گفتن از این به بعد دیگه، من گفتم باز اینم چیز جالبیه، شما اگه هر کاری تو آمازون می‌خواستید کنید یه فاندینگی براش می‌گرفتید، مثل دانشگاهی که باید گرنت براش بگیرید وگرنه نمی‌تونید اون کارو انجام بدید، بعد پروپوزال می‌نوشتید که اون کارو داره انجام می‌ده. حالا دقیقاً همین بود، گفتن از این به بعد دیگه شما هر چی هر اورگانایزیشنی باز یه فاندینگ جدایی داره، شما هر کامپیوتیشنی می‌خواید انجام بدی میرید با همون قیمتی که AWS داره میفروشه. من میگم جینیس جف بزوس تو این چیزا بود، کمی یه جوری اون وسط یه سدی گذاشته بود که کسی نتونه تقلب کنه. حالا مثلا بعضی میگم بیزنسی بود، حالا اولا که این باعث میشد که اینا رو بذارشون تستر بتا تسترشون کنه، یعنی قبل اینکه برام خارج کمپانی AWS پروداکت رو بفروشن داخل کمپانی مجبورشن یه تستش کنن، بعدم باعث میشد این اکانومیه مشخص باشه که مثلا کی داره چقدر خرج میکنه، کی داره چی کار میکنه. شما مشتری نمیدید، شما تو گوگل نمیدیدیش اصلا، یعنی گوگل این چیزا نبود که بنظر من جف بزوس که آمازون شد اینا بود، نه اینکه حالا مثلا که ایده ها همه ایده بود که همه داشتن. این حالا من میخوام این تیکه اصلی که من بعضی شما اصلا تخصص دارم میگینه تو انجام بدم و این اصلا و این حرف واقعا یعنی دقیقا بفهم. حالا یه خلاصش در واقع بخوایم بگیم همین بود که اینی که ما داریم میگیم در واقع اینا خیلی از اینا الان فعلا شهودی ندارن، همینجوری تو داری میذاری چند تا اینا چقدر کامپیوت کاستش میری. حالا یه فقط یه نمونه بگم که چقدر کامپیوت کاست مهمه. شما من الان مثلا یه کردیتی فرض کن AWS به من داده برای ریسرچ، من میخواستم برم اینجا، این به من حالا گوگل یکم بهتره، این به من VCPU نمیده، VCPU در واقع همون GPU مدل همون GPU که بتونی کارا رو انجام بدی. من مجبور شدم تک تک اینا رو از اینا ایمیل بزنم که مثلا به من یه کامپیوتر داشته باشی مثلا معمولا 4 تا VCPU داره، ایمیل بزنم که این به من 8 تا بده، یعنی من میتونم دو تا کامپیوتر داشته باشم. یعنی بحثی که داره میگه حالا بالاخره روی رقابتی که روی این بحث وجود داره GPU اینا، کامپیوترایی که اینو داشته باشن به این راحتی به من نمیده که من ازش استفاده کنم، پولشو میدم، میگم خب کردیت پولشو میدم، چرا به من نمیده که استفاده کنم؟ میگه ندونی بعد ببینیم چی چرا میخوای انجام بدی. من تو فیسبوک دهنم صاف شد که آقا خب من تو تیمی که بودم تیم اد بود، اینا بزرگترین مدل ها و مثلا حجم ترین چیز کامپیوت، یعنی اصلا قولای مثلا کلادی رو این صرف میشه دیگه. من میگفتم آقا جان شما وقتی مدل ران میکنید میگید ایمپروف کردم مدل رو مثلا چه میدونم 0.2%، یک متریک کامپیوتیشناله که بشه اینو بعدا مقایسه کرد، بعد ارائه بدین که این چقدر کام، شما یا باید بگید این اینقدر کلاد خورده، اینقدر ترافلاپ خورده، اینقدر نبوری. میگفت مثلا زمانش بوده مثلا 0.03 سکند، میگم آخه این با چقدر کامپیوت شما مثلا اونجا برشته، یکی برشته با 8 تا جی پی یو رو کرده، یکی با 16 تا، یکی برشته مثلا 20 برابر، بیان اینا رو یه متریکی که مثلا بشه شیر کرد و بعدا بشه کامپیر کرد. اصلا این ذهنیت نبود تو چیز آدم اصلا یه چیزی که بود دقیقا من توی آمازون دقیقا یه پروژه در واقع تعریف چیزی کردم، اون بحث اسمش تورتس بود، ولی حالا کل ماجرا دقیقا همین بود که کامپیوت کاست و
بیایم یعنی دقیقاً همین رو میگم آمازون خیلی و این چیزی واقعا چیز بود لسال اینو دقیقاً تعریف کردم که کامپیوت کاست داریم و حالا شما میگم الگوریتماتون بهتر میشه یه جوری مثلا حالا بهتر میفروشید یا پول بیشتری در میارید جاهای مختلف از کاستمرای مختلف این دو تا ولی باید با هم در تقابل با هم دیگه باشن چقدر کامپیوت کاست دارید اضافه میکنید چقدر درآمدتون بیشتر میشه چون داره کم میکنه اگر اینو حساب نکنید قشنگ دارید ضرر میکنید و اصلا همه چیزه حالا خلاصه میگم اینا بحثایی میشه که یه چیز عمیق توی در واقع بحث حالا ML و اینا خیلی چیزای سختی میشه چون واقعا شما مجبورید ساده کنید یه چیز تمیزی در بیارید وقتی این گفتم این مثلا بحث این ورد تو بکا خیلی سادن ولی خیلی خوبم کار میکنه اینا خیلی چیزای خوبیه ولی چیز پیچیده هر چی ولی معلوم نیست کار میکنه یا نه من خب اون طرف اونا فکر کنم آرگومنت اینه که خب من چون الان خودم یه مدت ML کار میکنم طرف اونا یعنی این مایندست اینه که اوکی این الگوریتم‌ها داره کار میکنه و they're generating a lot of money پول خیلی زیادی دارن جنریت میکنن بعد اون بحث مورز لای که مثلا خب داره کامپیوت داره هی ارزونتر میشه و هی مثلا مموری داره ارزونتر میشه و فلان و فلان شما اینا حل کنید این پول از جنریت کنید اینا ارزون میشه اون مثلا ولی میگم این حالا من میخوام اینجا برسم این چیز تخصص شما و کلن برای کسایی که حالا دارن میخوان انجینیرشن سافتویر انجینیرشن یا تو الگوریتم بلن چه راههای پیشنهاد حتی مثلا کتاب یا کورس یا مثلا چه تکنیک یا مثلا وقتشون چی که مهندسای بهتری شن سیستم دیزاینرای بهتری شن الگوریتمیک تینکرای مثلا الگوریتمیک تینکینگ که مثلا یعنی طرف بدونه مثلا دیزاین کنه پرفورمنس ها رو اصلا چی بخونن مثلا دیتا استراکچر الگوریتم بخونن کتاب بخونن دانشگاه برن کد بزنن به چی فکر کنن چیزایی که حالا جالبه همون بحث اولش که میگفتی حالا مثلا من آیا برم مثلا دانشگاه یا نرم برای چی یکی از چیزایی که کمک میکنه واقعا این آموزشه یعنی این چیز ساده ای نیست بحث مثلا من میگم مثلا کلاسای مثلا الگوریتم و اینا میگم یا واقعا این که من مثلا حالا بحث دقیقا یه جوری همون ماشین لرنینگ دیگه که من چجوری مثلا شما هم چه فکری داشته باشید که فکر در واقع اپتیمایز کار باشه ترای اگه یه چیزی یه مسئله به شما میده شما فکر کنید اینو چجوری من میتونم بهینش کنم چه کارهایی میتونم انجام بدم چه تکنیکایی این خودش یه ماشین لرنینگه یعنی اینجوری نیست که من چطوری بگم مثلا شما این کارو انجام بدید فردا برید این کارو انجام بدید واقعا یه مدت زیادی بعد ترین بشه یعنی دقیقاً یه کامپیوت کاست داره اون کامپیوت کاست هم عمر واسه که داره میره بعد اینو انجام بدیم که بتونه اینا و این دقیقاً همون دورانی مثلا شما فرض کنید در دوران اگر برید بچلر بگیرید یا مثلا حالا پی اچ دی بکنید واقعا چیزایی که اونجا دارید اینو عمیق فکر می‌کنید یا مثلا همین چیزایی که من یه از دوران المپیاد مثلا 12 سالگی شاید شروع کردم روش فکر کردن خیلی میتونید شما بخونید ولی اینکه و یه شهودی به دست بیارید تنها راهی که من دارم ترینینگ تایمه یعنی شما باید بذارید یه مدت این کارو انجام بدید و با فراغ بازم اگر بخواید یه چیزی سریع بدید و این کارو انجام بدید من به نظرم سطحی میشه یعنی خیلی اتفاق عمیقی نمیفته این الگوریتم هست منابع مختلف از میخونید باید خوند باید کدش رو زد بعد فکر کرد مهمتر از همه فکر کردن فقط خوندن کافی نیست به نظر من یعنی بیشتر از مال به پسر من مثلا میگم یا ولی اینقدر خوندی ویدیو داره نگاه میکنیم فقط چیز جالبی نیست باید بشینی فکر کنی رو مثلا ببینید چی داره میگه و اصلا کامپیوتر نباشه جلومون فکر کنیم که واقعا چیکار میشه کرد این به نظر من بهترین چیزی بوده برای من که تونسته کمکم کنه چیزای بهتری در بیارم براش فکر کردن مثلا اطلاعاتی که هر وقت لازمه بخونی اطلاعات من چیزی که برای خودم یه فریم ورکی که دارم بعد یه زمانی باشه بعد باشه در طول روز که اینپوت کسب کنم بخونم یا بوش بدم یا فلان بعد یه زمانی باشه که بهش فکر کنم همینی که میگین بعد یه زمانی باشه که کار انجام بدم کد بزنم و بسازم مثلا اینپوت گرفتن لرنینگ بعد فکر کردن مثلا بعد بیلدینگ بسازم یه چیزی و حالا جدیدن این کاری که الان میکنم تیچینگ که تیچینگ همیشه کم تو برای من حداقل توی لیر خیلی های لول و خیلی مثلا سطحی تری بوده ولی خب همون هم کمک کرده این ولی مثلا برای الگوریتم و اینا به طور خاص به نظرتون مثلا کتاب یا مثلا کورس یا مثلا کلا چیکار کنم بشینم یه مسئله سخت چیز کنم یا یه مسئله آسون یا کد بزنن بیشتر آره. چیزی که برای من وجود داره من خیلی چیز میکنم ولی مثلا هم مثلا در واقع روش المپیاده یا بحث المپیاد بیشتر برای در واقع چیزای بچهای های اسکوله و چیزی به نام ACM حالا قبلا ACM ICPC بود الان شده فقط ICPC یه پروگرامینگ کانتستیه برای کلا برای مثلا افرادی که دانشگاه هستن حالا یا آندرگردن یا اوایل گریجویت اسکولن اینا خیلی مسئله تولید شده حالا بحث کد جم هست چیزای دیگه هم از این زیادن
اسم دیگه شون یکی دیگه الیت کد هست یا چیزای دیگه هستن. اینا به نظرم چیزای خوبی هستن، یعنی اینا دقیقاً یه سری مسائل رو میدم به شما، شما در... ولی نه به دید اینترویو نگاه کردم بهش، نه اینکه برید من الان برم اینترویو اینو حفظ کنم جوابشو برام بدم، نه واقعا هر کدوم یه داستانی داره برای خودش. این آدمی که مثلا نمیدونم برای مثلا سافیستریه مثلا اینو حالا بدین مثلا فرض کن یه ریسرچ انجام میدیم روش، یا اون طرفی که مثلا اینو زدی 40 سال 50 سال فکر کرده روی، اینجوری نیست که من برم یه کد سری بزنم بفهمم چیه. اون کدش هم خیلی فایده نداشته باشه. مثلا من به بچه‌ها باز میگم توی کلاس‌ها و اینا که میگم مثلا شما اینو بشین بخون، اینو نفهمیدی این کتاب رو فکر کن بفهم هر چقدرشو میتونی فکر کن. اصلا خیلی مهم نیست که کلشو بفهمی، اصلا هدف این نیست که تو آخرشو فهمیدی یا نفهمیدی. امکان داره بد نوشته باشه اصلا نفهمی، اصلا مهم نیست. همین دورانی که شما داری فکر میکنی دقیقاً اون ترینینگی که توی ام ال باز خوبیه چیزای ام ال میگم از این لحاظ قشنگن که میتونید خیلی با مغز آدم بهتر میتونن این مدل خیلی قشنگی هم برای مغز آدم. توی این الگوریتم شما دارین ترین میکنی، دیتا لزوما پرفکت نیستن. آره اگه دیتا خیلی بد باشه احتمالاً خیلی دیتا بد میشه، ولی تو یه سری چیزای قشنگی که مثلا تو لیت کد و اینجور چیزا هست، یه چیزی که سریع طرف مثلا بالاخره میگه یه بیسیکی هم نمیدونم اینتروداکشن تو الگوریتم، چند تا کلاس کتاب معروف هستن، چند تا تو یوتیوب هم کلاسای دانشگاه خوب هستش میتونن نگاه کنن. ولی این کد زدنش یعنی فهمیدن کد زدن و بیشتر از اون فکر کردنش. تو حتی شما نفهمید که چی داری میزنی، فقط فکر کنی ببینید چی کار داره میکنه. این کمک میکنه که یه مغز در واقع بهینه‌سازی داشته باشی و بهتر بهینه‌سازتر بشه. خیلی کمک میکنه. من اینو دقیقاً استفاده کردم، میگم این همین فکر من میرم مثلا کارهای سیستمی انجام میدم برای استارتاپ و واقعا کمک میکنه، چون دیگه اونجا حساب میکنی که کامپیوتر کافت اون چقدر الگوریتم من چقدر چیز میکنه، من چجوری میتونم ایمپلمنت کنم که هم ریلایبل تر باشه هم کامپیوتر کافت هم کمتر باشه یا هر چیز دیگه ای باشه. من حالا خیلی جالبه، من این ورژن خیلی رادیکال این حرفی که ورژن رادیکال این حرفی که شما تو خانواده من بزرگ شدم، من بابام خیلی چیز میکرد که براش این ریاضی بکنه با اینکه خودش مثلا بک‌گراندش چه دیگه ای بود. بعد خیلی اعتقاد داشت که اون زمان خیلی اعتقاد سنتی و عجیب غریبی بود که اصلا شما حق ندارید مثلا جواب سوالا رو هیچ وقت حق ندارید ببینید. خیلی هم مثلا چیز بود راجع به این قضیه، مثلا ناراحت میشد اگه بفهمه که ما مثلا باید برید جوابش خود پیدا، اگه شده مثلا یه ماه مثلا روی مسئله بمونی و پیدا نکنی، یا شده حتی یک سال سریع. بعد منم یه حالت خیلی چیزی داشتم، یکم مثلا بیمارگونه بود، مثلا حتی اون یه مسئله بود اون زمان به نام بیلز پرابلم مطرح شد که یه بیل یه آدم از این نفتی های آمریکایی بود که اومده بود یه اکستنشنی از اون مسئله فرما رو، مسئله فرماست دیگه، ای به توان ام به اضافه بی به توان ام مساوی سی و توان انجام نده، یه اکستنشنی از این داده بود که ای به توان x پلاس بی به توان y مساوی سی به توان z. نمیدونم دیدید یا نه، جواب نداره مگر یک کیس های خاصی، مگر اینکه ای و بی و سی مثلا چیز داشته باشن مخرج مشترک. نمیدونم یه چیزی اون زمان مد شده بود مثلا یه اکستنشن از این، یه آدم پولداری بود اینو مطرح کرده بود، گفته بودم مثلا من 1,000,000 جایزه میدم هر کی نال کنه تو آمریکا اون زمان. بعد ما ایران بودیم، من دبیرستان بودم. بعد یادم قشنگ من 6 ماه کل زندگیمو تعطیل کرده بودم، نشسته بودم همش داشتم اینو چیز که من میخوام این 1,000,000 رو ببرم. حالا بعد مثلا کلاس اول دبیرستان بودم، مثلا نمیفهمیدم که این تولزایی که برای حل مسئله لازمه رو اصلا من ندارم، اصلا نمیدونم این چی، این احتیاج به یه ریاضی مثلا که بعدن که خب حالا مثلا اون اندروواید من ثابت کرد چه به یه ریاضی مثلا پیشرفته تری داشت. من حتی اصلا نمیرفتم ببینم که چه ریاضی، میشستم برگه که مثلا اینقدر مثلا برگه کاغذ میگرفتم و روی اینا مینوشتم که این بیام این حدس این x به توان a به توان x پلاس b به توان y مساوی c به توان z. خب فرمول چه چیز ساده ای، یعنی صورت مثلا اینقدر ساده است بچه مثلا دبستانی هم میفهمه. اینو میام ثابت کنم. حالا چه خنده داشت، هر شبم که من میخوابیدم فکر میکردم من اینو ثابت کردم، یعنی مثلا میشستم مینوشتم و فکر کنم به جواب رسیدم. بعد خب مثلا فرداش میدم به قول مثلا گفتم جوب زدی. بعد اصلا زندگیم همین بود. بعد حالا همین حرفی که شما میزنی نکته اینه که من فکر میکنم اون راه حله خب برای اون هدفی که اون زمان من داشتم یکم کار احمقانه بوده. خب یعنی مثلا من خواستم برم المپیاد یا میخواستم برم کنکور، این اپتیموم نبوده، یعنی بهتر بوده من هر از چنگای جواب رو پیدا کنم. ولی اونی که مثلا من برای یه مسئله ایوتان اکس پلاس بی بتان وای مسای سی به توان زی مثلا 6 ماه زندگی خودم رو خراب کردم، به قول شما کله آدم کلهشو میکوبه به دیوار، حالا لیترالی که نه به صورت مثلا چیز،
که اینو حل کنه، اون زمان مخت داره کار میکنه. بعد باعث شد الان که اومدیم توی محیط مثلا استارتاپی، مخصوصا که محیط استارتاپی که محیط اوپن چیزه، که مثلا مثلا اوپنه، جواب هیچ کنم مثلا نیست، هیچ کتابی وجود نداره که شما بریم ببینه اوکی مثلا این قسمت رو من باید این کار رو برم یا این کار رو کنم. اینجا برای من خیلی راحت شد، یعنی اگرچه من تو اون دوره المپیاد مثلا شاید استراتژیکلی حرکتم اشتباه بود، یعنی الان نگاه میکنم خب نباید 6 ماه واسطی روی مسئله مثلا 2 روز 3 روز فکر کن بعد برو جواب نگاه کن، چون جواب شما مثلا این لرنینگ ریت مثلا دیپ لرنینگ میمونه دیگه، لرنینگ ریت هم که یه چیزه مثلا خیلی خیلی باید یه چیزی بزه که هر چند وقت بار این آپدیت بشه فلان. من اگر چه استراتژی اشتباه کردم، اون کارم اشتباه بوده و اون فرهنگ اشتباه بوده، همین حرفی که میزنیم باعث شد تا یاد بگم که آقا جان تو زندگی جواب سوالا وجود نداره، سوالای سخت و اصلی که تو زندگی در ادامه جن جوابشو توش کتابی نمیشته و تنها راه اینه که سرتو بکوبی به دیوار 6 ماه یه سال تا پیدا کنی و این خیلی مهمتر بود. این حرفی که زدی ولی من باز اینو تاکید میکنم خیلی کلمه مهمی، خیلی جا دیدم و خیلی دیدم اینو عقیده دارم. من نظرم این یکی از رمزهای پیشرفت برای هر کسیه. Perfectionism is the enemy of good. این ضرب المثلیه تو آمریکا دارم که شما اگر بخواید پرفکت باشی اصلا باعث میشه هیچ کار خوبی نتونید انجام بدید. این حالا بحثی که تو دوره المپیاد تو دوره المپیاد به شدت همین حرفی که میزدی و ترویج میکردم، مثلا میگفتن تو اصلا جواب سوالا رو باید خودت بشینی فکر کنی. من یه نمونه بودم اصلا اینجوری نبودم، یعنی من اگر سوالی جواب داشت میخوندم. مثلا بچه‌ها مال باز یعنی شوخی هم با خودم گفتم حالا یه چیزی میکردم دوران بالاخره المپیاد دیگه، میگفتن بهم خوندی یعنی هر کتابی ما میگفتن به من خونده بودم بهشون کتابو. بعد خب طبیعتا اینو نمیتونی همه رو بشینی همه رو مهدی میرزادم جون شد دوست داشتیم، اگه دوست داشت میتونه ریکوست بده بیارمش بالا الان. آره اینا میتونیم مهدی هم بیاریم که حالا چیزشو میگه، حالا بعد خاطراتش رو میتونید در چیز انجام بدید. ولی بعد اون چیزی که وجود داشت این که اگر این اصلا خوندن چیز خوبیه باید انجام بشه، ولی حرفی که من دارم میزنم در واقع اینجوری اصلا الان هم مثلا میگم، من الان میگم عمر با واقعا اینقدر کوتاهه که ما نمیتونیم مسئله که حلش رو در من بشینم از دوباره حل کنم. یعنی چی؟ یعنی که اگر یه راهی حلی وجود داره، یه سری تمرینا وجود داره، اگر هست من اینم فکر میکنم مسئله رو میخونم، میگم فکر میکنم بعد امکان داره اگه نتونستم حل کنم خب بشینم بخونم اینم روشم چه، چون اینا دارن به من تولزای جدید ابزارهای جدید من یاد میدن. بله مثلا امکان داره یه کتابی میخونی چند تا سوالش آخرش هست، من سوالای اونا رو جوابشو میخوندم برای که به نظرم سوالای مشابهش میومد و اگر من اینو بلد بودم میتونستم بهتر کمک کنم. چرا نباید بخونم؟ چه الکی باید چه احساس بیخودی داشته باشم که نباید بخونم؟ نه میخونم. ولی خب مثلا جالب میشه این بود که خب یه سری از این سوالا جوابش کامل نگفته بود، بعد یه سری جاهاشو گپاشو خودت پر میکردی، این کاری که انجام میدادی. یا اینکه امکان داشت بعضی سوالا اصلا جوابش نیست دیگه، اون اومد میگه خب این مسئله به نظر مسئله قشنگه حالا بشینم فکر کنم. راهی نداری. اون جایی که تونستی خوندی خوندی، اون جایی که نتونستی دیگه بعد بشینی فکر کنی. این روش هم کار کرد به نظرم تو اطلاعات بود. الان بهترین ریسرچرایی که شما نگاه کن اینا به حالا نمیخوام مثلا با چند نفر مثلا آدمای خیلی قوی هستن که خیلی آدمای معروفی هم هستن که من باهاشون کار کردم و اینا یکی از چیزای اصلیشون اینه که به شدت اطلاعاتشون زیاده. یعنی هر کی میگه اطلاعات من کمه بعد مثلا من بشینم فکر کنم، قشنگ این کار اشتباهیه. شما اطلاعات زیاد کنی ولی اونجایی هم که در این که داری اطلاعات چیز میکنی باید اونجایی هم که این مسئله هست که من میتونم الان جوابش نیست ولی به نظر مهمه پس باید فکرم بکنم. یعنی فکر کردن و اطلاعات زیاد کردن همزمان باید صورت بگیره. دقیقا باید میگم بس ماشین لرنینگ دیگه، شما بگو اصلا من میخوام فکر کنم، شما کامپیوت کاست بذار، اگر دیتایی نداشته باشی که اینو ترین کنی چیو میخوای ترین کنی؟ آره من هم دارم توی قضیه خیلی من رادیکال بودم و الان دارم چیز میکنم. مخصوصا اصلا حالا یه تکنیکی برای کسایی که میخوان اینترویو کنن یا مثلا المپیاد برن، یه تکنیکی که من خیلی تو سن خیلی بالا یاد گرفتم و بنظرم چه مثلا تو مسئله کامپیوتر ساینس خیلی از اونها که پروفشنالن یه تکنیکی که دارن اینجوری که مسئله رو که بهشون میدی مثلا میگین دیدم ترافیک این شهر اینطوریه، اینقدر خونه داره، میخوای مسیر رو اپتیمو پیدا کنی فلان، به جایی که فکر کنن به اون مثلا مپک تمام راه‌های مختلف میان نیست دیتا استراکچرا رو تو ذهن خودشون میارن که این با مثلا با مکسیپ حل بشه یا نمیدونم دی اف اس باشه، یه سری مثلا تکنیکا رو میارن، 10 تا تکنیکو میارن جلوی خودشون، فکر کنن تو کدوم اینا 10 تا مثلا میفته، میذارنش تو اون، بعد یهو اینو به وصلش میکنن به پایینی. دقیقا همون بحث الگوریتم و ML همینه. یه در واقع به نظر من یکی که قشنگ کار میکنه یعنی همون بحث فکر کردن هست. شما یه سری چیز دارید حالا یه سری مثلا جواب ساده است خب میخونی یاد میگیری اگر بلد نیست فکر میکنی،
یه وقتی کسی مدل شما بدونیم از مدل خیلی پیچیده‌ایه، باز اونجا فکر کردنه کمک میکنه به شما که این داری مدل رو میبینی، خب تو داری 50 تا مثلا کاندیشن به من میگی، ولی من باید بتونم اینو ساده کنم، بتونم یه چیزی بکنم که بتونم از اون شروع کنم، اطلاعات در مورد اون داشته باشم، حالا بسازم روش بیام بالا. ولی اگه اطلاعات ندارم این چیز پیچیده شما میدونی میگی هیچ فایده ای نداره. من دقیقاً همین باز مشکلی بود که گفتم در مورد پیپرها، حتی یه سری از این به این اصطلاحی استفاده میکنم به بچه‌ها میگم اینو، میگم بعضیا متاسفانه توی این کات پیپرها زیاد شده توی این کنفرانس‌ها اینا، که بعضی وقتا مردم چیکار، یه سری آدم‌ها هستن که میان یه مسئله رو میگیرن اینقدر پیچیده‌اش میکنن که نه خودشون بفهمن چی کار کردن، نه ریفری هم بفهمه چی کار کرد. حتی ریفری هم چون یه سری حالا احتمالا خیلی اگر دست من بیاد شاید خیلی از اینا نتونن ریجکتش میکنم، ولی خیلی آدم هست که خب مثلا اعتماد به نفس نداره، اونم همین جوری کار کرده، خب این طرف میبینه اینم چیز پیچیده ایه، حتما یه چیزی بوده توش اینم پیچیده کرده دیگه، این پیپر پابلش میشه، این واقعا به علمی چی اضافه نکرده، به آندرستندینگ ما چی اضافه نکرده، یه کار خیلی به صورت سطحی انجینیرینگی بوده که واقعا اصلا علمی اضافه نکرده. بنابراین این مهمه، فکر واقعا چیز مهمیه، یعنی اونجایی که اطلاعات باید آدم به دست بیاره انجام بده، ولی نه این که فقط بشینه چیزی رو پیچیده کنه و فکر رو انجام بده. چون من این چند تا رو خوندم بذارم سر هم، نه اون کافی نیست، باید حتما به یه جوری حالا به همون تفکر آدم تناسبی داشته باشه، همونقدر که شما میخونید همونقدر فکر کنید، حالا یه همچه یه نسبتی با هم دیگه فکر کنید، به نظر من این چیز لازمیه باید انجام بشه. مرسی. ما باید دقیقه 95 قسمت آخر بریم، تا اینجا من یه ریست بکنم با محمد تقی حاجی‌آقایی که دیگه فکرم مقام دیگه معرف حضور همه تا صحبت کردیم راجع به تحصیلات و آکادمی و آیا دانشگاه بریم دانشگاه نریم، کجا کار کنه آدم، استاد دانشگاه بشه یا اینداستری کار کنه یا استارتاپ، تمام اینا راجع به کامپیتیشن، راجع به فرهنگ‌های مختلف توی گوگل، مایکروسافت، آمازون، MIT، شریف، همه اینا صحبت کردیم. یکم راجع به الگوریتم فینکینگ و اینا تا حدی که میشه دیگه تو لایو اینستاگرام صحبت کرد، راجع به بحث انجینیرینگ و اینا صحبت کردیم. حالا میخوایم به بحث آخر برسیم، یه سری موضوعات رو میگیم هر کدوم رو فکرم سریع 3-4 دقیقه صحبت کنیم و بعدم راجع به استارتاپتون من آخرش میخوام بپرسم. و یه سری ترند ها توی مثلا دنیا تکنولوژی الان خیلی هات یا هر چی هست، نظرتون رو میخواین هر کدوم یک دو دقیقه بعد من چیز میکنم، فکر کنم همین ما نزدیک میشیم به کامرا هر چی میگذره دوباره چیز میشه. آره این اپیزودم اسپانسرش کلوچه نادری بودش. بچه‌ها میگن تو ایران پیدا نمیشه، باشه زیاد داریم خب بفرستیم براتون. آره جان میام، خیلی هم بحث کردن توی کامنت ها. آره معمولاً مسائل حاشیه خیلی علاقه زیاد. آره این کلو اگه میخواین میتونیم از کانادا من وارد کنیم به ایران. چیزه راجب کدوم اصلا از این ترندایی که الان هست توی تک و اینداستری و بیزنس مثلا سیلیکون ولی کدوماشون به نظرتون بهتون، من یکی یکی میپرسم که ما چیز چیم هر کدوم یک متاورس به نظرتون چقدر این ترند جدی، متاورس AR یا چقدر جدیه، فکر میکنین کی به حقیقت میپیونده، کدومی که از این کمپانی ها فکر میکنین برنده میشن، تیکه بلاکچینش بزرگتره یا تیکه مثلا کامپیوترش یا چیپ اینداستری یا عینکا یا کلوکی، اینجا کلا نظرتون چیه؟ آره این همین یکی هم تاکید کنم مثلا از این چیزا رو باز من دارم، یه مقدار اطلاعات دارم توش، یه مقدار کار کردم، ولی خب یه سری چیزا رو ندارم، اطلاعات ندارم، نمیتونم بگم همه چی رو دقیق میدونم، ولی خب این شهودی دارم، اینا رو سعی می‌کنم شهود خودم رو بگم و عوض میشن این قسمتایی که حالا ویژنم نیست، اطلاعات به دست بیارم مغزم ترین میکنه عوضش میکنه تیزار. ولی الان در مورد متاورس چیزی که من یه چیز جدیدتری استارتاپی در واقع در موردش دارم فکر میکنم، ولی یه سری ریسرچ و اینا هم انجام میدم، به نظر من چیز قشنگیه. حالا یه سری از این بحثی که بود، حالا عینکاری که خرید شرکت آکیولوس بود، آکیولوس و فیسبوک خرید اینا هم یکم اشتباه میکنم اسمش، ولی اسم قشنگه دادم برای من یکم سخته، حالا امیدوارم برای بقیه راحت بشه. آکیولوس بعد این حقیقتش این مثلا دیپارتمنت ما هم در واقع اون مؤسس اون کسیه که پول خیلی خوبی داده و این دیپارتمنتی که رو مریلند کامپیوتر ساینس داریم به اسم اون برندن ایری بعد که بعد فروخته به فیسبوک. بعد آره مثلا این چیز قشنگه، یعنی مثلا چیزای قشنگه به نظر من جای کار خیلی زیاد داره. و حالا این بحثی که میگم، حالا بحث این استارتاپ همین در واقع چیزی که هستش اینه که شما در واقع داری یه موجودی پتی درست می‌کنید که عملا همچه چیزی درست شده. خب مثلا خیلی از کارهای دیگه شما رو مثلا میخواید تکس بور کنید، خب میگین پت منظورم اینجا یه موجود کامپیوتری، همون بحث ویروس که ویروس بیرونی وجود داره، ویروس در واقع کامپیوتری، حالا اینجا همینه پت کامپیوتری، شما بهش میگی ایجنتت در واقع، پت یا ایجنت بزنید،
این برات این کارو داره انجام میده. این به نظر من مفهوم ویرچوال ریالیتیه. و حالا این اگه شما به این دید نگاه کنید، حالا میتونید در واقع چیه شما وقتی چوری دیگه مثلا بحث این اواتار و اینجور چیزا مطرح میشه. دقیقاً همین، شما اینجا خوابیدید، یه اواتاری داره، یه چیزی داره توی دنیای مجازی داره کار میکنه. یعنی همه اینا خلاصش اینه که ایجنتی دارید که اون ایجنته داره به جای شما کارا رو انجام میده، میتونه هر کاری انجام بده، میتونه به جای شما بازی کنه، میتونه به جای شما تکس بر کنه، میتونه هر کار دیگه انجام بده، کمک میکنه. ولی باز همه بحث اینه که میتونه در آینده خطرناک باشه یا نه، نمیدونم میتونه خطرناک باشه یا شاید اگر بتونیم بکشیم برقش رو بیرون نشه. ولی به نظر من چه قشنگه، جای کار داره. ولی اینو در اون چیزایی که احتمالاً به زودیا پول در نمیاد، یعنی باز یه نمونه خیلی به خصوصش تو همین مبه به همین دید شما میتونید نگاه کنید، همون بحث سلف درایوینگ کاره. عملاً سلف درایوینگ کار هیچ چیزی جز یک ویرچوال ریالیتی نیست که به جای اینکه شما درایو کنید، یک برنامه کامپیوتری داره به جای شما، یک پتی دارید، یه ایجنتی داره اون داره به جای شما درایو میکنه. خیلی معقول سلف درایوینگ هم فکر میکنید به زودی ها ما تو خیابونا اینا رو خواهیم دید، یعنی به شکل خیلی زیاد. بحث میکنم که مثلا شما من بودم با اوبرم الان کاری انجام میدادیم قبلا، ولی کلا همین بود که مثلا 64 سال پیش این بحث بود. اوبر در این زمان فکر کرده بود 3-4 سال پیش، من 4-5 سال بود مثلا 2017 اینا که صحبت میکردیم، اینجوری بود که 2-3 سال دیگه اینا سلف درایوینگ کارا میاد. اوبر اصلا فکر کرده بود که ما مثلا تا 2018 که تموم میشه سلف درایوینگ هیچی، 2019 ما تراکای اتو درایو ما نمومده. نشون به همون نشون که پارسال یا امسال اینو کل قسمت اتو سلف درایوینگشو فروخت به شرکت آرورا، یعنی گفتن بیخیال. من احساس نمیکنم این تا مثلا حتی تا شاید تا 10 سال حداقل طول بکشه، اگر بیشتر نه، که ما یه چیز واقعا ریلایبلی داشته باشیم که اینا بتونن انجام بدن. خیلی بحثای عمیقیه، دقیقاً اینه که پول ازش مطمئن نیستم خیلی سریع در بیاد، کار ریسرچ خیلی لازمه و میتونه خیلی کمک کنه و نمونهش همون سلف درایوینگ کار. راجب کوانتوم کامپیوتینگ، فکر کنم کوانتوم کامپیوتینگ تا اون زمانی که شما MIT بود، کوانتوم کامپیوتینگ، من یه چیز کلی بگم که اولا وقتی راجب کوانتوم کامپیوتینگ میگیم دو تا بحث اصلیه، یکی بحث هاردور قضیه است که یعنی کاملا فیزیکه و اصلا تخصص من نیست، نمیدونم شما چه ارزشش میدونید، که اون تیکش خیلی 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 حل نشده است. هنوز ما تعداد بیت هایی که میتونیم پروسس کنیم خیلی عدد پایینیه. یه قسمت اینه که حالا اگه این هاردور انجام شد، چه سافت ور رو چه الگوریتمی بسازیم که اون الگوریتم خیلیاش مثلا مسائل خیلی مسائل NP و حتی فکر میکنم مسائل EXP درست میگم حل شد توسط شور. اسمش چی؟ همین بحث کوانتوم اینه، مثلا یه بحث پیتر شورو که شد در واقع یه الگوریتم داره برای فکتوریزیشن که در واقع کوانتوم استفاده میکنه، ما توی با کامپیوتر معمولی نمیتونیم انجام بدیم ولی با کامپیوتر کوانتوم میتونیم انجام بدیم. یه خلاصه میگم که در واقع کوانتوم، یه کامپیوتر کوانتوم چی کار میکنه، یه چیزی داره این پارالل انجام بده. یه پیپری ما داریم اقیقش پیپر خیلی خوبی هم هست تو JACM، بهترین جورنال کامپیوتر ساینسه، همین تازگی هم چیز شده. در واقع ما داریم بحث این پارالیزم رو میگیم، این پارالیزم رو شما یکی از این الگوریتم های دیگه، یه دونه پیتر شوره که میتونیم در واقع فکتوریزیشن انجام بدیم. یه دونه الگوریتم دیگه هست که اسمش رو من یه توضیح بدم. فکتوریزیشن، من کسی که نمیدونم فکتوریزیشن، مسئله استاندارد کامپیوتیشنال کامپلکسیتی، یه عدد n داریم که حاصل ضرب دو تا عدد اول بزرگه. سوال اینه که آیا میتونین این دو تا عدد، اگه عدد n رو داشته باشین که n حاصل ضرب p1 و p2 که p1 و p2 دو تا عدد بزرگن، آیا شما با دونستن n میتونین p1 و p2 رو پیدا کنین در زمان پولینومیال تایم نسبت به سایز تعداد بیت p1 و p2 که خب n هم همونه چون n دو برابر نمیشه. دو پولینومیال نمیخواید اندازه این عددو بستگی داشته باشه به تعداد بیتاشون، لاگ اون آدم. آره که خب الگوریتم بروت فورسش obviously اکسپوننشال میشه، یه الگوریتم کوادراتیک سیو بود که ساب اکسپوننشال با دیگری 7 میشد، بعد بعدن یه چیز نامبر فیلد سیو بود، اینا زمان ما برای نمیدونم الان چه شده، نامبر فیلد سیو بود که اومد اینو آوردش به یه سوم، آوردش از یک دوم این گروه بشنده بودن اینا و پیتر شور اومد اینو با کوانتوم، خب کوانتوم ما نداره تئوریتیکال، آوردش تو پولینومیال و کار دیگه که کرد ست و آورد توی پولینومیال و بعد همه چی من فکر کنم شما با خود پیتر شور کار کرده بودین. من با پیتر صحبت کردم، با پیتر صحبت باش همون در واقع یکی از دوستای خوبم
که با اون کار میکرد، یکی دو تا دو نفر حقیقتش با اون پی اچ دی گرفتن توی همون زمانی که من رفتم، یه سال بعد من اومد اکچولی توی ام آی تی اومد استاد شد. قبلا تو AT&T لب بود، همون جایی که بعد هم من رفتم اونجا جوین شدم و اونجا هم یه جاهای اونجا هم دیگه رو دیدیم بعدها. ولی کلا آره این مسئله که داره برای فکتوریزیشن چیز این غیر سطح نیست، فقط فکتوریزیشن میشه انجام داد. یه دونه مسئله دیگه که خیلی مهمه، بعد در واقع یه عددی داریم می‌خوایم ببینیم فکتورش کنیم، یعنی بگیم مثلا این آیا عدد اول اگر نیست دو تا عدد پی کیو بگیم ضرب شیم میشه. این خیلی کاربرد زیادی توی در واقع بحث‌های کریپتو و این جور چیزا داره، سکیوریتی نداره اگر بشه حل بشه که حالا هنوز حل نشده. این با کامپیوتر معمولی. یه مسئله خیلی مهم دیگه گراور سرچه. گراور سرچ هم باز خیلی مسئله ساده ایه که شما اگه شما یه اری دارید میخواد ببینید یه عددی توی اری هست یا نه، خلاصش کاری که میتونید انجام بدید اینه که بعد این همه اعداد اری رو ببینید دیگه، اوردر n عملا لازم داره. این گراور سرچ یکیه که نشون میده که در واقع یه سری تقریبا حالت جنرال این مسئله رو، حالت سرچ رو میتونید با SQL root of n تا خونه رو اگر ببینید تفهیم بگیرید که، یا SQL root of n تا order SQL root of n تا روی کوانتوم کامپیوتر، روی کوانتوم کامپیوتر میتونید ببینید که این عددتون تو اینجا هست یا نه. سرچ رو به جایی که n انجام بدیم تو کامپیوتر معمولی نمیتونید بهتر از n انجام بدید، ولی تو کوانتوم میتونید بهتر از SQL root of n انجام بدید. خلاصه اینه که در واقع کوانتوم در کاری که انجام میدید شما یه سری چند تا استیت رو همزمان دارید باهاش انجام میدید، در واقع یه چیز پارالللی دارید انجام میدید. یه مشکلی که این چیز قشنگی، حالا اگه میتونه مردم نگاش کنن اینو برای بحث این چیزی که میگم توی جی سی ام بود تازه مپیر شد، و اینکه میگیم در واقع کوانتوم و بحث حالا اسپارک و مپ ریدیوس و اینا، یه الگوریتمی میگیم یا میتونی از اسپارک و مپ ریدیوس و اینا استفاده کنی، یه در واقع اینکه بیس از این پیپرها خیلی بهش ریفر میدن به خاطر این، یا اینکه میتونی از کوانتوم استفاده کنی اینو چیزش بکنی. حالا بعدا در واقع بعد از ما بود که میگه که در واقع اون کاری که ما انجام میدیم با کوانتوم اینا میشه کوانتوم تو کامپیوتر معمولی هم انجام داد، همونا یکم مثلا دقتش کم میشه و اینا. ولی خب این چیز قشنگی بود، مفهومش مفهوم جالبی بود، در واقع اپروچش برای مسئله خیلی مهمی مثل ادیت دیستن. ولی گفتم گراور سرچ و در واقع فکتوریزیشن دو تا مسئله مهمی ان که بهتر میشه انجام داد، مسئله خیلی ساده ای مثلا. یه مشکلی که وجود داره تو کوانتوم اینه که در واقع تعداد کیوبیت ها رو ما میتونیم زیاد کنیم. مشکل اصلی اینه که گفتم اینا رو میتونی در واقع تو چند تا حالت رو همزمان نگه داری، این باعث میشه ارور تو سیستم به وجود میاد. حالا آدمایی که من باشون صحبت کردم، آدمایی که خیلی تو این زمینه دارن کار میکنن و اینا، مشکل اینه که ما این ارور رو نمیتونیم کنترل کنیم. یعنی شما میتونی بگی که من زیادی از اینا میذارم، ولی اینقدر این ارور زیاد میشه که هیچ اطلاعاتی به درد بخوره شما در براتون چیز نمیشه. برای اینو خلاصه شو گفتم، برای سلف درایوینگ گفتم چرا 10 سال طول بکشه. همین ماجرا در مورد کوانتوم هم هست. من فکر نکنم یه کامپیوتری داشته باشیم که بتونه به زودی از کوانتوم استفاده کنه، در واقع بتونیم ازش استفاده کنیم ارور رو کم بکنه. و یه احتمال باز اینه، مثلا با آمازون اینا صحبت میکردن زمانی که چیزی منو میخواستن ولی بعدن هم انجام دادن، احتمالاً روشی هم که کوانتوم ما تو زندگیمون خواهیم دید، حالا انشالله اگر ببینیم مشکل نباشه بتونیم ارور رو کنترل کنیم. تا الان گوگل و اینا گفتن، ولی تمام اینا تقریبا چیزی شده که خیلی کار اتفاق خاصی نیفتاده، اینا رو همه تقریبا میشه تو کامپیوتر معمولی هم انجام داد. احتمالی که به وجود اومد، یعنی چیزی که حد معمولا تو کلاود کامپیوتینگ به وجود میاد، یعنی چی؟ احتمالاً شرکت‌های بزرگی بتونن دسترسی داشته باشن که بتونن یه سری از این کارا رو سریع‌تر انجام بدن. همونطوری که گفتم، اینا رو میتونی رو کلاود انجام بدی، رو یه تعداد زیادی کامپیوتر، یا میتونی یه کامپیوتر کوانتوم داشته باشی. احتمالاً کامپیوتر کوانتومی یه کامپیوتری نیست که ما سریع لپتاپ بگیریم و انجام بدیم، اون خیلی شاید بیشتر طول بکشه. الان یه کامپیوتر AWS برای تست داره، یه سری API داده که مثلا دقیقاً چیزی بود که ایده که الان طرف یه نفر اومد با من صحبت کرد، کسی که اینجوری بود، گفتم چیه، گفتم این چیزا این پدر ما داریم این کارو میشه کرد، همین کارو انجام داد. یعنی فقط حالا این نیست، گوگل و اینا همشون دارن همین کارو انجام میدن. یعنی احتمالاً یه سری تسکارو مثلا همین گلوبال سرچ یا مثلا فکتوریزیشن یا کارهای مشابه اینا رو یه سری کوانتوم کامپیوتری میتونن، کامپیوتر کوانتوم میتونن سریعتر انجام بدن، احتمالاً اندازشون بزرگه، اینا رو کلاود استفاده میشه احتمالاً. اولا تو اینا رو میذارن کسی خواست استفاده کنه سریعتر، میره از این سرویس اینا استفاده میکنه. حالا دیگه امیدواریم که لپتاپ کوانتومی و اینا هم نمیدونم شاید 20 سال دیگه بیاد. یه چیزی که خیلی جالبه واقعا کوانتوم کامپیوتینگ بیاد، خیلی از این چیزایی که تو دنیا هست کلا از بیخ کنده، مثلا تمام سیستم‌های امنیتی و سکیوریتی و کریپتوگرافی ما بر اساس مثلا اینه که حل نمیشه یه سری مسئله تو پولینومیال تایم، و زمانی که این کوانتوم کامپیوتر بیاد، یا کوانتوم کامپیوتر بیاد یا ما بحث پی مساوی یه جوری بتونیم الگوریتم پولینومیال بدیم،
مثلا برای فکتوریزیشن یا فلان، تمام این سیستم‌های امنیتی که الان دنیا داره بر اساسش کار میکنه همش به نوعی نابود میشه، از بانک‌ها و همه چی، پول و همه. بعد حالا این سگوی، این که بشه درستش کرد یا نه، حالا بحث خیلی طولانی‌تره. راجب آها یه کوچیک من اینو چیز کنم، مسئله پی مساوی ام پی، آیا شما اگه بخواین حدس بزنین، چون جواب این سوال سالهای داده نشده ایش که نمیدونه، ولی اگه بخواین حدس بزنین که کدوم طرف این مساوی هستن یا نیستن، یا حدس بزنین که این مسئله در مثلا 10-20 سال 30 سال آینده حل خواهد شد یا نه، چه حدسی میزنین؟ آره این مسئله رو یکم بحثش رو دفعه قبلی انجام دادیم. کلا پیناتی کوالتی ام پی معمولا تو کار کامپلکسیتی، حالا چیزی هم که من بچه‌ها میگم تو درس دارم میدم، معمولا این جوریه که تقریبا تمام این کلاس‌ها احتمالاً با هم دیگه فرق دارن، یعنی پی نامساوی ام پی احتمال زیاد، خیلی بعیده، من بعید میدونم پی مساوی ام پی باشه، به احتمال 99% اگر بخوام بتی انجام بدم روی پی نامساوی ام پی میذارم دیدشو. ولی من احساس میکنم شاید 30 سال پیش، شاید 40-50 سال پیش میگفتیم 30 سال دیگه حل میشه، الان فکر کنم شاید 100 سال دیگه جوابشو بتونیم در بیاریم. خیلی عقبیم، یعنی الان فقط فهمیدیم که خیلی خیلی چیزای بیشتری رو نمیدونیم، خیلی چیزای ساده تری هنوز جوابشو نداریم. لت الون راجب بلاکچین نظرتون؟ بلاکچین چیز قشنگیه، من خودم یه بار خوندم کار کردم، حالا بیت کوین یه سری از این کریپتوکرنسی هم استخراج هم کردم، الگوریتمش رو اینجا هم دیدم و اینا، چیز قشنگیه. من اون یه هشینگه، حالا اون هشینگه بعد کار بکنه. من تا الان احساسی ندارم که کوانتوم میتونه این چیزو انجام بهتر کنه، حداقل ما الگوریتمی فعلا نداریم براش تا اونجا که من میدونم. حتی کوانتوم هم نمیتونه این هشینگا رو خیلی بهتر بکنه، استخراجش رو بهتر بکنه. برای همین این یه بحثیه که چیز بلاکچین چیز قشنگیه. کل ماجراش اینه که در واقع یه جوری دیستریبیوتد داره میکنه، یعنی شما اعتماد یا کردیت رو یه نفر نمیاد بگه چیزو، یه سری مجموعه آدمن، هنوزم یه سری مجموعه آدمن، یعنی جوری نیست که هیچ کس نباشه. مثلا بحث این که تو بلاکچین عملا یه درختی داره ایجاد میشه، ولی که کدوم شاخهای درخت اعتبار دارن، همون آدمایی که اعتبار دارن میان میگن کدوم شاخهاش اعتبار دارن، عملا داره این طرف گنده ترن دیگه. دقیقاً یه دسته یه نفر نیست، یه تعدادی آدم اینو دسترس دارن برای چی. تکنولوژی قشنگه، میگم ابزار، ابزار چیز خوبیه. ریسرچ و ایناش باز خیلی هات تاپیک بوده، حالا قبلا چند سال پیش حتی یکم الان چند کمتر شده، نمیدونم، خیلی چیزا جدیدی میگن، ولی تقریبا تمام اینا رو میشه مثلا میگه هر چی بخوای بذاریم، مثلا NFT بذاریم یا چیز بذاریم، اینا رو میشه با پوینت سیستم و اینا رو انجام داد. خیلی هاشو خیلیش بیشتر هایپ عملا، ولی چیز قشنگیه، یعنی برادران پیشرفت خوبیه تو دنیا. خیلی عالی. خب بریم بحث امروز رو به سمت پارامتر و سوالا جواب بدیم. این که خودتون الان چه کاری دارین میکنین؟ الان دارین یه استارتاپ کار میکنین به نام پردیکتا، درسته؟ برای خودتون؟ آره چند تا الان یک دو سه تا من استارتاپی که بوده تو ذهنم، که من بالاخره استارتاپ هم نظرم چیز جالبیه، موجود جالبیه. یه چیزیه که شما چیز قشنگی، حالا به تجربیاتی که تو شرکت بزرگ داشتم به نظر من چیز جالبی بوده، هر دفعه تجربه داشتم چیزای بهتری در اومد. و این چیز خوبی که در موردش وجود داره که بالاخره استارتاپ یه چیز نیست، استارتاپ خیلی چیزای دیگه هست، همه‌شون درست باشن. بنابراین نمیتونی شما مثلا که یه استارتاپ میذارم حتما این چیز انجام میشه. این وبسایتی که الان مثلا یه چند تا استارتاپ، یکیشون این پردیکتاست، پردیکت بعد دو تا ای بعدش .com. این در واقع چیزی که من برای استاک و اینا گفتم ترید می‌کردم. چرا ترید می‌کردم؟ چون من 2 سال پیش شروع کردم در واقع اینو. اصلا میگم که من روی گیم تئوری خیلی کار می‌کردم. الان هم وقتی تام دارم، اگر شما روی گیم تئوری ریسرچ انجام میدید، الان ولی یه پیپر و اینا، پیپر قشنگی هم هست واقعا، ببین سابمیت می‌کنیم توش. بحث اینه که چجوری ترید بکنیم و چیز بکنیم، یکم فرق داره در واقع، بحث تئوریش بیشتره برای چیز. ولی حالا خلاصش اینه که به نظر من اگر روی گیم تئوری کار می‌کنید، باید استاک مارکت رو ترای کرده باشید. دلیلم این دلیل بود که من انجام دادم. بعد شروع کردم یه سری کدام براش نوشتم. بعد این کدا رو یه سری چیزا رو گردش استفاده می‌کردم، مثلا اینا رو گذاشتم روی، گفتم که حالا اینا رو درست کنم، حتی مثلا در صورتی که آنلاین هم اینا بتونن تریدم بکنن، کار سختی ولی برنامه‌ای خیلی ریلایبلی نوشته بودم که این کار انجام میدن و دارن هم انجام میدن، ولی بیشتر اینا شورت ترم من عملا. و این حالا به سایت پردیکتور هم بر اساس همین در واقع ایده آوردیم که این ابزارهایی که گذاشتم و یه سری گذاشتم که بتونن استفاده کنن. و یه ایده جدیدتری که در واقع اینه که کسای دیگه ای که هستن، هر کسی، و هنوزم عقیده اینه که تو استاک مارکت بعد 2 سال که فقط کامپیوتر یا فقط آدم به تنهایی نمیتونن کار کنن، کامبینیشن این دو تا خیلی بهتر میتونن کار بکنن.
من این در واقع ایده‌ای که توی اونجا گذاشتم در واقع یه نظرسنجی کاری توی مثلا ردیت و اینا انجام میشه، ولی خیلی اتوماتیک است، خیلی چیزای قشنگ ماشین لرنینگ استفاده میکنه و الگوریتم و اینا، چند تا الگوریتم های چیز از طریق مثلا ای پی آی و اینا میتونید هر کسی میتونه وصل بشه توی این رای گیری شرکت کنه که یه چیزی بدن. این الان کار میکنه، حالا 20 تا اپ داره همزمان انجام میده، یکم توش حالا خودم بیشتر چیزشو دارم. یه هم میگم یکم جالبیش هم برای من این بود که خودم یه سری این کدا رو نوشتم و نوشتن اینا قشنگ بود برام، یعنی الان خیلی دیده بهتر نسبت به سیستم دارم تا قبل از اینا. من اصلا دیده سیستمی فکر کردن و اینا خیلی چیز بود، ولی حالا یو آیش میتونه بهتر بشه طبیعتا، یا ولی الگوریتمش الگوریتم خوبی هم داره، کسی خواست میتونه استفاده بکنه، من خودم استفاده میکنم. تو قبل مثلا یه ماه و یه ماه چیز تقریبا خوب بود، حالا مثلا 50% تقریبا آرای من هر سال داشتم ازش. این یه مدت چون شورت ترم مثلا این نزدک، خب مثلا من صحبت میکردی تقریبا 5-6 هفته داره میره پایین دیگه، اینو نمیشه خیلی چیز کرد. حالا باید میگم بحث هیومن و چیزشو باشد، درصدی که خیلی از این استاکا الان بالای 60% افتادن، خب مثلا شاید چیزی که من مثلا دستم مثلا فرض کن حدود فرض کنید 10-15% مثلا اینا باشه در واقع چیزی که درصد میره. با چه فرکانسی ترید میکنه این باخت؟ رو چه فرکانسی مثلا رو چه زمانی ترید میکنین؟ چند روزه است؟ چند ماهه؟ این بیکن پردیکت ها خیلی به من کمک میکنه، چون خیلی از اینا رو در واقع اینا حتی زمانای ترید و اینا رو خیلی هاش توی همین کد شده عملا، و این چیزایی که بهتون میگه به شهود میده که مثلا تا برای شورت ترم کلا پردیکشن میگه توی یه ساعت دیگه چه چیزایی شما میتونید، چه پیشنهاد چه چیزی دارید، چه پردیکشنی داره براش، بهترین پردیکشن رو میده و شما میتونید شرکت کنید، کمک کنید بهش پوینت و پوینت به دست بیارید، با این پوینت ها میتونید ریزالت های پوینت هایی که هم کامپیوتر داره استفاده میشه هم آدما، از کل اینا یه رای گیری میگیره و یه جواب شما میده. این خیلی کمک کرده، ولی خب در واقع تجربه هم خیلی کمک کرده دیگه، تجربه هم بالاخره چیز مهمیه که حالا فریکونسیش هم زیاد انجام میدم، یعنی اگر وقت داشته باشم. حالا خوبیش هم اینه که روش های ابداع کردم، ولی مثلا چون کندر یه روز خیلی کار داشته باشم نتونم انجام بدم. همه هم استاک، یعنی آپشن یا نمیدونم؟ نه استاک کار میکنم. اونایی که یه کم ریسکی ترن دست آپشن و اینا، یکم کامپیوتیشن و اینا سخت‌تر میشه، باید خیلی کامپیوتیشن چیز تری داشته باشی. استاک خوبیش اینه که اگر داشته باشی حالا تا یه حدی میتونی نگه داری. این خیلی برات این دقیقاً هم چیزی کمک کردن. اون طرف خوبیش اینه که هرچی خوب کامپیوتیشن سخت‌تر میشه، اج آدم احساس کنم اج آدم وقتی کار ML سنگین میکنه بیشتر میشه نسبت به کسایی که اونو بلد نیست. ولی اول اصلا کامپیوت کنید که در واقع قیمتا چه اتفاقی داره میفته، یعنی اول آخر همینا میشه استفاده کرد، برای اون منظور هم استفاده کرد. ولی چیزایی که بوده برای شورت ترم بوده، چون میگم مثلا اون برنامه‌ای که نوشتم خیلی ریلایبل این کارو انجام میده که اصلا خودش اتوماتیک ترین میکنه، اون همه مثلا صبح ساعت 9 شروع میکنه، 9:30 شروع میکنه، ساعت 4 بعد از ظهر تقریبا اکثر اچواندای در واقع های فریکونسی یا میدل فریکونسی میکنه اینجوریه، صبح شروع میکنن ساعت 4 همه رو بعد فروخته باشن، اوورنایت نگه نمیدارن. اوورنایت ولی یه سری خوبیا داره اوورنایت، یعنی میتونه در دراز مدت به شما کمک کنه برای چیزو، و اینکه وقتی مخصوصا مارکت خیلی متلاطمه باز اوورنایت میتونه کمک کنه در چیز. حالا میگم این تجربه که فعلا بوده، باز این چیزی که یه سال دیگه بیاد بپرسید شاید نظرم عوض شده باشه یه سری چیزاش، ولی خب این به نظرم سافتور خوبی. حالا چیزای دیگه هم داشتم، کسای دیگه هم هر کسی هم کد داره میتونه با طریق API بهش وصل بشه، پردیکشناشو در واقع این برنامه استفاده میکنه، چیز بهتری ارائه بده برای همه. فعلا هم برای گفتیم دموکراتیکش بکنیم، مثلا هر کسی بتونه بیاد نگاه کنه و چیز بکنه. این در واقع پس این میتونن مردم هم میتونن بیان جونشن و مثلا خب میتونه هر کسی میتونه بیاد ببینه، یه سری سامپل داره، یه سری دیگه هم که میتونه بیاد در واقع رای گیری توی رای گیری شرکت کنن و رای گیری رو اتوماتیک داره انجام میده و کلا در واقع استیت آف دی آرت ام ال رو میدن و بهترین پردیکشنی که داره مثلا برای استاک تا روز بعد و اینا میده، برای کریپتوکرنسی مثلا تا 7 8 ساعت دیگه رو میده شورت ترم فعلا. بعد یکم مشکلاتی که دارم کامپیوت کاست، حالا اگر پول بیشتری داشته باشم ریس کنم و اینا احتمالاً کامپیوت کاست رو برنامه‌های اکستندبل هستم، ولی کامپیوت کاست خیلی زیادی داره میده که بیشتر همه خرج خودم دارم. خب خیلی صحبت شده که مثلا خود بچه‌ها شروع کنیم سه کار انجل اینوستینگ کانکت کنیم، بعد یعنی میتونیم به استارتاپ‌های هم دیگه کمک کنیم. نه حالا ما قرار با هم صحبت کنیم تو بک اند. حالا نه این یه چیز غیر از این که مثلا یه سری که بحث ادورتیزمنت یه کمپانی دیگه، بحث ادورتیزمنت که همه میتونن ادورتیزمنت کنن، یه چیز دیگه است که قدیمی‌تره، یه چیز جدیدتر هم هست در مورد در واقع همون چیزه، در مورد همون بحثی که گفتم در مورد ویرچوال ریالیتی و در واقع NFT و اینا، که چجوری میشه ایجنت های قشنگتری تهیه کرد. این هم میشه جدیدتری، حالا هنوز وبسایت اون حاضر نیست، حالا یه چیزی بیشتر افتاده ریسرچ و ایناست، ولی این پردیکت های چیزی که هستش و حالا خیلی هم خوب کار میکنه، من از این که سبوده میکنه ولی که دیگه میتونه انجام بده. 20 تا اپ هم هست، یه وقتی امکان داره یکی دو تا اپش
بالاخره من سعی کردم کامپیوت کاستشو مینیمایز کنم، یکی دو تا حرفش امکان داره آف بشن، ولی معمولا نگاهش میکنم. و سرور داشتم، اون سروره روی چند تا روی کلاد اکثر چیز داشت، یه سری چیزاش به خاطر سکیوریتی نمی کامپیوتر کنه، اون کامپیوتر سوخته الان، یه تیک یه قسمتایی شده. کسایی که میخوان جوین این وبسایتشن یا با مثلا کمک کنن به هر شکلی، کجا مثلا مسیج بدن یا کجا شما راجبش صحبت میکنین؟ تو پردیکت، اگر توی پردیکت بگم پردیکت در واقع predict.2a.com، تو اونجا برید میتونید کامنت بفرستید، کامنت میاد دقیقاً به من، به خودم میاد چیزاش، یا کامنت رو بزنید در واقع به من میاد، ایمیل میاد بهم، و حالا میتونید ایمیل هم به خودم بزنید دیگه، حالا هستم دیگه رو وب و اینام، که ایمیل هم hajiaghayi@gmail.com روی وبسایت هم هست. اگر کسی علاقمنده و بخواید بیشتر کار کنید، خوشحال میشم صحبت بکنیم برای چی. یه بار خودم بودم که یکی دو تا دانشجوام کمک کردم مقدار بهم، ولی بیشترش حالا الگوریتم خودم بوده. استیت آف آرت، حالا میگم یه چیزی برای یادگیری، همیشه آدم این نگهوارت رو گول دانش بجو، چیز جالبیه اصلا کار میتونم اینو کردم و چیز جالبیه. این بحث کد زدن اصلا از نظر روانی خیلی برای خود من خیلی چیز خوبیه، یعنی من هر وقت، یعنی مثلا من هر وقت مقدار کدی که میزنم کم میشه، احساس کنم مثلا از نظر روانی کم به هم میریزم. هر چی آدم احساس میکنم تو هفته اگه مثلا 10 ساعت حداقل کد بزنم، حالا یک چیز عملی، خیلی از نظر چیزی واقعا بهتر ذهنم، اگه نباشه این قشنگ چیز میشم. من خیلی نیستم، یعنی کد زدن خب من خیلی گفتم از قدیما، من مثلا 10-12 ساله بودم کد میزدم، با سی پلاس پلاس چیز میزدم، حالا تو دور توی روبوکاپ باز خیلی کد زدم، باز از دوباره حالا مثلا توی چند سال اخیر یه مدت بالاخره آن آف میشده، تو المپیاد خب بیشتر زدیم، ولی مثلا این بازی توران اخیر خیلی دوست دارم میزنم، مثلا پایتون چیز خوبیه به نظر من، یه چیزی که یکم های لول کرده، خیلی از چیزا رو همه چی پکیجش هست، حالا خیلی خوب نیست همه رو پکیج استفاده کنی، ولی خیلی چیزا رو ساده تر کرده، مخصوصا یه الان مثلا فرض کنید یه دونه، حالا یه نمونه بوده مثلا یه دونه می‌خواستم یه کاری که من دو تا کار خیلی انجام میدم، مثلا بحث آکادمی و اینداستری که کلا یه دونه کارای این آکادمیاست که مجبورم گرنت و اینا بنویسم، کارای اینداستری که مجبوری ریسرچ بکنی، ولی خب کدش هم باید بنویسی یا کمک کنی یه نفر کمکشو بنویسه و اینا، این دو تا در واقع خیلی چیزا. بعد توی آکادمی مثلا برای گرنت نوشتن و رایتینگ و اینا واقعا کار، یعنی کار سعی کار اصلی همینه، که البته گفتم آمازون هم همین کارو توش انجام میده، اول کد دادن متاسفانه این مقدار خیلی جاهاش، ولی این کار سختیه. من ولی با کد زدن بیشتر از گرنت رایتینگ و رایتینگ مثلا لیتر تو دوست دارم بنویسم، ولی یه چیز قشنگی در مورد کدینگ، کدینگ خیلی دقیق حرف میزنی، رایتینگ بیشتر توان در واقع زبان، میتونی چندین جور بگی تو کامپیوتر، توی برای کامپیوتر چت یکم ساده تر، آپشنات کمتره، راحت تر میتونی اونو بری فرمال هم بعد بگی، اینکه آپشن کمتره بعد میزنی یارو جواب میده، می درست هست، احساس خوبی، احساس میکنه اوکی من حرفم درست بود. رایتینگ دیگه شما مینویسی، نمیدونی که در واقع طرف مقابل چه فکری از رایتینگشون بوده، امکان خیلی اتفاقی نظر بیاد، چیز خوبی به نظر بیاد. اینجا نه، اینجا میزنی اگر کار بکنه حداقل انجام داده، سرعتش خوب باشه کار انجام شد، ریلیس خیلی سریع بهت میده دیگه، مثلا میگه اوکی تو درست می، خوشحال میشی، باز داره میدوای چند تا دیگه میزنی، باز داره میگه این سیستم. آره حالا اینو بحثو پس کم کم بچه‌ها سوالایی که کردین ببینید، لایو و ما مثل همیشه سیو نمی‌کنیم، شاید حالا ببینیم چی میشه، ولی همیشه تو پادکست ها میذارمش، بذارین یه بار من فقط چیز کنم ببینیم سوالا رو جواب بدین، چون خیلی سوال جمع شده سوالاتون. این به صورت خاص این چیزا رو ما کوشیار، ممنون از کوشیار، در واقع ویدیوشو برای من فرستاده، من ویدیوشو گذاشتم یه سری بچه‌ها روی یوتیوب هستش، حالا احتمالاً دومیش هم همین کارو می‌کنیم، می‌ذاریم بچه ها ببینن، چون میگم حالا بالاخره پادکستش هم هست، پادکستش هم راحت تر، اونم میتونید گوش بدید، کسی هم اگر خواست یوتیوب نگاه کنه اونم میتونه یوتیوب من سرچ کنید، چیز قبلی رو میتونید پیدا کنید. شما کلا توی کجا بهتره مثلا باتون، در یوتیوب یا اینستاگرام، توییتر، ایمیل؟ همشو کار میکنیم دیگه، ایمیل معمولا همه معتبرتره، یعنی ولی لینکدین و نمیدونم توییتر و تلگرام و اینا هستن، روی ایمیل دفعهشون چیز داره hajiaghayi@gmail.com. فکر کنم بعد از این لایو برای کسایی که الان میخوان باهاتون کار کنن، اگه شما تو اینستاگرامتون یه دونه پست بذارین و همه اینا رو بذارین، حالا به صورت یا عکسی یا تکستی، که فکر کنم منم یه چیزی که دارم که برام خیلی کار میکنه، شما هم شاید بخواید استفاده کنین، یه چیزی هست به نام لینک تری که ساده ترین چیز ممکنه، یه سایت که شما مثلا 5 تا 6 تا جای مختلف هستین، لینک های اینا رو میذارین. من لینکترین تو بایو اینستاگرام هم باشم، فکرم این کار خیلی ساده میکنه، همه آدمایی که میان تو تک تکشون میرن، اولا که میتونین مثلا ببینین که اما اگریگیتور میتونین ببینین، به اضافه این که همش هست دیگه، مثلا من الان
بچه‌ها می‌پرسن برنامه تورنتو چی شد، نمی‌دونم گروه تلگرام چی شد، توییتر چی شد. شما هر چیزایی مثلا چیزایی مثلا اخبار استاک و اخبار روز مثلا انگلیسی‌ها رو تو توییتر پست می‌کنم، فارسی‌ها رو تو تک شنبه پست می‌کنم، تلگراما مثلا نشستم تو خوندم یه ویدیو جالب می‌بینم مثلا یان لکوندرا و فلان دیگه حوصله ندارم میام پست اینستاگرام درست کنم، همونجا تو تلگرام می‌زنم میره، اون خیلی مثلا 2 ثانیه طول می‌کشه، یه دم استفاده می‌کنم. خلاصه همه اینا رو یا مثلا برنامه‌های سوشال اینا همه رو توی یه لینک بایو گذاشتم، حالا برای شما می‌فرستم دوستاشین که مثلا یه لینک تری همه‌شون مثلا اونجا لیست می‌کنم. الان تو بایو من از هر کی می‌خواد دو نفر کنه. بعد بچه‌ها گفتن برنامه‌های تورنتو رو هم به زودی قراره به شکل چیز داشته باشیم. حالا قبلی که سوالات رو لطفاً مثلا 68 تا سوال جمع شه رأیم بدید به بقیه که سوالای خوب بیاد بله بالا. برنامه‌های تورنتو رو خواهیم گذاشت، شما هم بگین اگه برنامه‌ای بود. منم پست‌های انگلیسی نداشتم تو توییتر، سوال و جواباتون هم لطفاً همین اینستاگرام دی ام بدید، من جای دیگه رو نمیتونم متاسفانه جواب بدم. پادکست هم اسم منو تو هر جا بزنین، تو اپل نمیدونم کاست باکس چیه اندروید همه جا هستش دیگه. یکم هم که بعضی ها این وسط ملا لغتی رو به کلمه گیر میدن، این دیگه وقتی 2 ساعت آدم داره حرف میزنه کلمه ها بعضی وقتا قر و قاطی میشه. خیلی همین که داریم حرف میزنیم یکم یکم چیزه خیلی متاسفانه بده. من همیشه میگم ببین وقتی شما 2 ساعت دارن دو نفر حرف میزنن فرضاً، مطمئن باشین که هر آدمی 2 ساعت پشت سر هم بذاره 5 تا 6 تا کلمه اشتباهی وسطش میگه. بعد این فرهنگی که بچسبیم مثلا به جایی که بخوایم کلیت رو بچسبیم مثلا به یک کلمه اشتباهی، این واقعا نشون مشکل شخصیتیه دیگه. یعنی آره ما که صحبت کردم، من که این بار گفتم که من واقعا چی میگن موجود ناقص و فقط اومدیم که یاد بگیریم. و محمد طبیعی که خیلی صحبت کردن که با این همه شما کار کردیم، واقعا ما من که خودم خیلی دانش آموز میدونم، هیچ کی اینجا ادعای دانشی نمی کنه، حداقل من که نمی کنم. و خلاصه امیدوارم، ولی خب خیلی ها خیلی خوششون اومد هم هفته پیش، خیلی و خیلی ها گفتن که شما بیشتر برگردین. فکر کنم امیدوارم که بیشتر بشه، حالا بعد شاید انگلیسیش هم بشه ادامه داد، شاید تو کلاب هاست. این چنین یه برنامه هستش که دارم الان فکر میکنم و کوشیار صحبت میکنیم که بلا احتمال داره یه چیزایی احتمالا انگلیسیش هم باشه، یه سری آدم های دیگه هم بیان توی این جال باشون لایف بذاریم و کم بحث کنیم. کلاب هاست هم آره خب خیلی یکم چیز تره، چون اینجا میگم یه مقداری الان انقدر حواسش به نور و صدا و فلان و اینا، یه میگم الان کلوچه بخواب نخورم فلان اینا. اون کلاپاس خوبیش اینه که فقط حرف دیگه، بعد اصلا دیگه این چیزا خیلی راحت‌تر میشه فوکس. حالا سوالا رو من میخوام که اولا که دوباره خیلی خیلی ممنون که اومدیم و واقعا این دو هفته خیلی خوششون اومد و حال کردن. این هفته خب قرار بود تخصصی تر بشه و خب وقتی تخصصی تر میشه از اون 2000 خورده ای میاد به 1300 و بازم من ترجیح میدم که خب هر دوتاش باشه، یعنی قرار نیست تعداد رو بالا نگه داریم، ما قراره که یه کانورسیشن خوب و اینتلیجنت باشیم و کمک کنیم که این فلو، یعنی اون یه جریان آب با کیفیت، جریان فکری با کیفیتی رد شه و صحبت بشه و سوال بشه. اون مهمه، این که حالا مثلا خب بیاد مطمئنا خوششون نمیاد راجع به دیتیل مثلا الگوریتم یا کوانتوم کارتینگ یا فکتوریزیشن صحبت بشه، ولی خب اگه مثلا یه تعداد کمی از اون بحث خوششون بیاد اون خیلی ولیوش خیلی بیشتر باشه برای من حداقل. من سعی کردم یادم یه هم خونه خاشیه میخواییم بزنیم یه چیزی چیزایی هم گفتم، امیدوارم کسای دیگه هم نه از اون قسمت رو خوششون اومده. من اصلا تعداد مسیجایی که گرفتم که هم از شخصیت شما، حالا دفعه پیش یکم حالت شخصی تر و چیزی بود، این دفعه تخصصی تر و هر دوش منظر من خوبه. من دوستشم هم دوشم مهمه، یه بار همین گفتم مثلا دفعه قبلی حرفم این بود که یه نفر داره میشه به نظر من خوب داستان زندگی هر آدمی آدم بدونه که داره چی میکنه. من نمونهش هم حالا چیزی که برای این دکتر شکوری هستش توی کتاب باز اینو میذاره، خیلی برای من اون چیزی که در مورد خودش داشت میگفت و چیزی یه سری از این مشکلات من خودم هم داشتم، مثلا حالا من مثلا کوشیک بودم زبونم میگرفت، این خیلی برام چیز بود که با مثلا با همون چیزی که اون مشکلی که ایشون داشت منم داشتم، حالا شاید یه مقدار تون صحبت میکنم اونم تو صحبت میکرد منم شاید یه مقدار منم تون صحبت میکنم. خب این جالبه آدم چیزا رو بعد بدونه. من همه آدم های دنیا رو یوتیوبش رو نگاه میکنم سرعت رو میذارم روی 1.5x، چون بعضا همه کند صحبت میکنن، شما تنها آدمی هستی که بعضا سرعتتون درسته. من بقیه همه رو باید بذارم با دور تند گوش بدم تا
اگر هم حسلم سر میده. خلاصه آره حالا خوب یا بعد اینجوری هستیم دیگه. نه آره چیزا خیلی فکر کنم کلان خیلی مثبت بود و آره این برنامه رو ما ادامه خیلی داشت. بعد کسای دیگه هم اگه فکر میکنین مثلا من با محمد تقی میخوایم بیشتر صحبت کنیم یا مثلا حتی محمد تقی رو با کسای دیگه صحبت کنه، بریم بهترین کار برای کانکت کردن کسایی که میخوان صحبت کنین اینه که زیر لینک های مثلا اینستاگرام یا توییتر اونا به تگ کنین، بگین مثلا برو با فلانی، مثلا چه میدونم با لکس فریدمن میخوام مصاحبه کنم یا با نمیدونم هوبرمن یا با هر کی، با هر آدم ایرانی خارجی هر کی، زیر اونا تگ کنین بگین مثلا can you please مثلا have a مثلا interview podcast فلانی. وقت زیاد مثلا یکی مثلا اسم یکی رو میبینه زیر یکی مثلا میگه اوکی من باید با این برم صحبت کنم، این بهترین راهشه به جای اینکه بیان به من بگیم برو با فلانی مصاحبه کن. خلاصه دقیقا خیلی چیز بحث نتورک افکت دیگه، شما بهشون بگیم بالاخره اون طرف میگه خب این چیز مهمیه تقاضا دارم اینجوری بدم اینجوری کاسه با این صحبت کن با اون صحبت کن چی میشه. من سوالا خیلی جمع شده، یه بار دیگه خیلی ممنون از شما. من سوالا رو چیز میکنم یکم سوالا مثلا این سوال اول ولی خیلی تکراریه، دلیل موفقیتتون استعداد یا تلاش؟ من به نظرم حالا استعداد اگه چیزی حالا خدادادی طبیعت دادی هر چی حساب بکنید و بعدش تلاش، به نظرم تلاش خیلی مهمه. یعنی واقعا نمیدونم حالا این چیز خیلی شاید آدم بعضی جاها لذت نبره بخاطر تلاش، خیلی راحتی توش نیست دیگه. هرچند که اگه گفتم تلاش نباشه جاهایی که برای من تلاش نبوده حداقل میتونه به افسردگی و چیزهای دیگه ختم بشه، ولی به نظرم تلاش خیلی مهمه. حالا استعدادم واقعا همون بحث گفتم فکر کردن بیشتر، بحث اینکه ترین بکنه آدم. هر کسی به نظر من میتونه اگر خیلی فکر کنه و چیز بکنه میتونه چیز بشه، خیلی شاید یه باشه ولی باز مطمئن نیستم که خیلی اون ژنوم اولیه حالا ژنا و اینا خیلی تاثیر داشته باشن. آخرش اینکه شما توی محیطی باشید که بتونید فکر بیشتر بکنید قطعا شما رو خیلی قوی تر میکنه. باشه کارش نمیشه، چیزی که میشه کاری کرد بچسبین، تیکه‌ای که نمیشه کارش کرد دیگه فکر کنید. یعنی به نظرم غیر از تلاش فکر کردن هم مهمه. من خیلی به نظرم میگم حالا به پسرم یا به خانم و هر کسی که میگم که سعی کنید به نظر من بهترین چیزی که هست برای آدم بالاخره چیزی که خدادادی احساس کنیم یا طبیعت دادی هر جوری حساب بکنیم، این مغز آدمه و این مغز آدم آدم بتونه ازش بهتر استفاده کنه و ترین بکنه تو زندگی خیلی کمک میکنه. برای کسایی که گفتن رزومه تحصیلی و کاری تو هم با هم اما سطح متوسط دارن، توصیه‌تون چیه برای اینجور آدم ها؟ من پس بگید خب هدف چی باشه؟ بدونم هدفش رو تو زندگی مشخص کنه. اگر نظر من بهتره هدفتون رو بذارید بر اساس، من میگم نظر خودم دارم میگم، یکی هدفتون رو مثلا چی کار میخواید بکنید. یعنی اگر هدف اینه که خب زندگی خوبی داشته باشم پول مهمتره، خب میتونید اول دنبالش شروع کنید، بخونید اگه اینترویو لازمه خب اینترویو بکنید، برید شرکت بهتری پول بهتری بگیرید، با آدمای چیزتری باشید، بعد میتونید یعنی در واقع یه جوری همون برنینگ است دیگه. شما یه کجا میتونید ایمپروف بکنید، چه چیزی به نفع، یعنی چه چیزی رو فکر میکنید درسته و آیا تو اون زمینه میشه ایمپروف کرد. حالا توی یه زمین معمولا اینه، توی بحث هایرینگ یا هر چیز دیگه معمولا آدمایی دوست دارن که مکسشون بالاتر باشه نه جمعشون. آره یعنی این خیلی مهمه. یعنی مکسشون خب طبیعت بقیه هم نباید زیرو باشن، یعنی مثلا طرفی باشه خیلی استعدادش خوب باشه ولی طرف نتونه کامیونیکیت کنه، خب این مشکلات ایجاد میکنه تو یه انوایرمنت خاصی امکان داره باشه، ولی طبیعتاً اون چیزای دیگه هم سعی کنه در سطح حداقل مینیمم ولی که بالاتر از مینیمم باشه. حالا خب یه زمینه اگر میتونه آدم بهتر چیز بکنه بعدا اون زمینه بعد تلاش رو بکنه که بهترین باشه. خیلی سوالا خیلی تکراریه، سوال توسعه فردی گفتم بپرسیم که خب اینو پرسیدیم، نظر در مورد بلاک چین دیفای و بیت کوین خب اینو صحبت کردیم تا حدی. برای کسی که تو اروپا دکترا گرفته تو ساخت تو مسیر ساخت استارتاپ آمریکا رو توصیه می‌کنید؟ کسایی که تو اروپا هستن نمیخوان استارتاپ بزنن توصیه می‌کنم بیان آمریکا؟ صحبت کرد جالبه تو اروپا، اروپا یکم فرهنگش فرق داره با چیز تو مثلا یه مقدار بازم بحث کانادا رو که گفتم تو کانادا اون بحث استادایی گفتم مثلا میگفتم پسرت مثلا براش پاسپورت آمریکایی گرفتی تو آمریکا، تو اروپا یه مقدار یه مشکل هست من احساس میکنم. کامپیوتر تو شرکت‌های خیلی قوی مثلا تو زمینه ماشین سازی یا مثلا هواپیما سازی ارباس و اینا قوی، حتی مثلا همونام شاید مثلا یه خیلی
مثلا ایرباس خیلی چیزاش به بوئینگ مثلا یا کامپیوتر کمپانی آمریکایی بستگی داره. یه مقدار احساس میکنم چون فرگمنتیشن زیاده توی اروپا، کشورهای کوچیک زیادترن، زبانشون فرق میکنه، یکم بحث این که کاستمر زیاد پیدا کردن یکم سخت‌تر میشه تو اونجا. و مثلا شاید اونا خیلی از شرکت‌های آمریکایی میدونن، ولی ما شاید خیلی ترمالی شرکت‌های مثلا اروپایی ندونیم. حالا باز یه نمونه جالبش برای جف بیزوس بود. جف بیزوس که رفتش فضا با اون شرکت بلو اوریجینی که خودش داشت، با یه پسری هم رفت، پسر میلیاردری بود که داده بود پول داده بود که بیاد. بعد حالا جالبه اون از هلند بود، ولی پسر ازش جف بیزوس میگه که آره ما مثلا کلی در مورد آمازون و اینا صحبت می‌کنیم، بعد میگه شما مثلا چیکار کردید آمازون رو مثلا داشتید خرید می‌کنید اینا. من آمازون نمی‌شناسم، من خیلی از آمازون خرید نمی‌کنم. برای اینکه یه شرکتی تو هلند هست به نام bol.com که اون در واقع شرکت اپلیه و همین کارا رو اون داره انجام میده. اصلا در مورد آمازون اصلا چیزی وجود نداره. حالا اینکه آمازون هم حالا شاید جف بیزوس هم بشه یکم برخورد، حالا یاد نمی‌دونه این چیه با من داره میاد آمازون چی. بعد میگه بعدش خیلی خوشحال شده در مورد آمازون اینکه لازم نیست بیشتر سیزده به درد بخوره مردم. آره دیمان خواهیم پولی همه گرفته رفتی بالا، ولی چیزه، ولی اینجوری حسنی که ما نمیدونیم. مثلا این بولدات خون برای هلنده دیگه، توی شما چی دیدید؟ آلدی یه شرکتی خیلی توی اروپا زیاده بچید. حالا خلاصه این که اروپا یکم کاستومر رو پیدا کردن سخت‌تره، ولی خب غیر ممکن نیست. مثلا این شرکت theblinds.com یا theblinds مثلا، این شرکتی که توی فکر کنم توی کره جنوبی فکر کنم چیزش کرده، یا هنگ کنگ فکر کنم کره جنوبی، که مثلا اینو در واقع اونجا در واقع فاندراش از اونجا هستن. یعنی هر چی شما انجام بدید یعنی ایده خوبی باشه میتونی انجام بدید، ولی یه مشکلی باز وجود داره، بحث فاندینگ و اینا. احتمالاً فاندینگ زیاد و بعد از شرکت‌های آمریکایی یا بانک‌های آمریکایی یا این چیزا بالاخره یه جوری بحث میشه برچین. بنابراین بعد در نظرتون داشته باشید چیزی باشه به نظر من دارم میگم بزرگ فکر کنه چیزی باشه که بتونه مارکتش بیشتر از اروپا بره یا کشور خودتون اروپا به نظر من تاثیرگذارتر خواهد. خیلی عالی. یک انتقاد همه که نمیتونیم بریم دانشگاه زیر 20 جهان، این همه آدمای موفق دارن، این شرکت هایی که میگن کار میکنن ولی هیچ کدوم از این دانشگاه نیستن. فکر کنم راجع به این صحبت کردیم که خیلی به قول اون فیلم مارمولک به اندازه تعداد آدمای کره زمین راه برای رسیدن به همه چی وجود داره. یعنی من که همیشه میگم که شما میتونید برید تو دانشگاه آنلاین مثلا $10 چیزی یاد بگیرید بفهم. فکر کنم نمیدونم راجع به این میخواین دوباره صحبت کنیم یا نه. هست یعنی حالا بالاخره نمیدونم یه سری آدما توی یه زمینه‌ها بالاخره حالا پیشرفت میکنن، ولی پیشرفت به نظر من الان این چیزا اینه میگم من خیلی هم میگم همیشه تو آدم زنده است یعنی تو وقتی نفس میاد زنده. حالا یه سری مشکلات امکان داره باشه یا چیزایی باشه، ولی آدم جای پیشرفت داره همیشه. یعنی میتونه یه کاری انجام بده، توی زمینه‌ای بره، میتونه یه شرکتی بزنه. سخت‌تره طبیعتاً جوهای اگر مثلا پاپ‌تر نباشی طبیعتاً سخت‌تره. ولی خب عملاً این رو بعد در نظر بگیری، یه چون هم شاید فیره دیگه. خب بالاخره اون آدمایی هم که رفتن تو اونجا زحمت کشیدن، آره یعنی اگه تو می‌خوای انجام بدی باید یه جور یه زمینه‌ای بری بالاتر، تو اونجا امکانات بیشتری براتون باشه. این حالا یه جوری فیره کل جامعه، حالا چیز یه واقعه چیز فیریه که برای همه هست. یا باید شما برید و به اونجا برسید، اگر امکان داره تا حالا نرسیده باشید اوکی، هم بالاخره آدم زنده است. پس میتونید تو یه زمینه رو پیدا کنید، تو زمینه سعی کنید برید و پیشرفت کنید. گفتم این خیلی مهمه، تو همه زمینه ها لازم نیست، شما تو لازمه که مکستون رو تو یه زمینه ببرید بالا و تو اون زمینه میتونید یه آدم خیلی موفقی بشید. برای نظرم همه میتونن اگر تلاش کافی بکنن این کار. برای یه آدم 22 ساله دفعه پیشم اینو فکر کنم یه جورای صحبت کردیم، چیکار کنن تو زندگی، بیشتر فوکس ها رو چی باشه؟ نمیدونم 22 ساله یعنی که مثلا احتمالا لیسانس رو گرفتن دیگه. بعد حالا طبیعتا اینجا اگر یه ایده خاصی دارن، میگم باز هم بحث ریسکه بود، یه جورایی بحث آکادمیه اینه که ریسکش کمتره و آدم هم یاد میگیره چیده. اگر ایده خاصی دارید که میگید احساس میکنید این ایده کار میکنه، حالا یا 6 ماه میتونید ترای کنید ببینید کار میکنه. به نظر من خب 6 ماه ترای کنید، واقعا اگر پشنش وجود داره، واقعا انگیزه وجود داره، خب بدم میره 6 ماه به شدت کار میکنه، ولی بعد کار میکنه. نه اینکه بگی من ایده ای میزنم حالا 6 ماه جواب داد نداد. این نه، این خیلی یعنی جا جواب داد ندادش اوکیه، ولی واقعا بعد تلاش کرد برای اون 6 ماه. اگر رسیدید که خب موفقیت ادامه میدید، لزومی نداره لزوما آدم دانشگاه بره. ولی نه اگر ببینید واقعا نشود، حالا امکان داره بگی خب من بذار این دفعه دانشگاه رو برم، باز اگه ایده بعدیمو ثبت کنم انجام بدم. این کاری که من زندگی من همین کارو انجام دادم، بالاخره بهترین کاری که الان میتونی انجام بدی آدم انجام میده بعد میره مرحله.
خیلی عالی، فکر کنم بیشتر سوالا رو جواب دادیم. چیز دیگه هستش که شما جا انداخته باشیم یا بخوایم راجبش صحبت کنیم یا هرچی؟ الان چیز خاص دیگه بحث ML و AI و اینا، آره در بحث کسی کلن هم آره هم فکر کنم همه بحثا رو کردیم دیگه. یعنی در واقع این کارا خوبه، بحث تئوری و اینا understanding خوبه، در این حال باید قدم زد. این چیزیه که به نظرم چیزه، یعنی باید قدم کردن. آره در واقع اون تئوریش میشه همون فکر کردن و خود زدن، یه جورایی میشه گفت تلاش کردن. کتاب، فیلم، هر چی چیز خوب به نظرتون میخواین توسعه؟ این همیشه من از همین میپرسم. کتاب، فیلم، چیز خوبی؟ کتاب، فیلم، مقاله، آدم جالب. قشنگترین فیلمی که به نظرم دیدم فارست گامپ بود. این دقیقا همین چیزها رو توش آدم میدید که چطوری میتونی یه آدمی که توش مثلا مشکلاتی داشته و اینا توی زمینه پیشرفت کنه و یه آدم عالی بشه توی یه چیزه. حالا فیلمه ولی قشنگه، نگاه کنم. فیلم خیلی قشنگه به نظر من. یکی از چیزاشو کتاب، حالا من کتابای زیادی هست به نظر من، نمی کتابای زیادتر بخونه، نگاه کنه، پادکست نگاه کنه. من یه کتاب خاص رو نمیخوام چیز بکنم. به نظرم آدم باید کتاب بخونه، گوش بده، هر روشی که وجود داره. ولی اطلاعاتشو نگاه میکنین؟ چیو؟ پادکست کیا رو نگاه میکنین؟ پادکست بیشتر مثلا یه چیز خاص جد نیست. مثلا برای شما رو یه نگاهی یعنی گوش میدم بعضی وقتا. ولی معمولا خیلی از اینا مثلا یوتیوب و اینا که میام رو یوتیوب شاید اونا رو بیشتر گوش بدم. مثلا چون از اینا بعضیاش چیزا هستش، بعضیا صداها میاد مثلا تو یوتیوب و اینا، اونا رو بیشتر چیز میکنن. ولی خاصی هستش که مثلا چیز باشه بیشتر، مثلا باشه یا مثلا افرادی که مثلا تو ماشین لرنینگ، تو الگوریتم، تو بیزنس، تو استاک مارکت، هر چی؟ میگم خیلی اینجوری نیست که مثلا یه چیز خاصی رو فالو کنم. معمولا تک تک شاید دیده باشم، در مورد چیز کرده باشم، ولی یه مقدار شاید هم الان سرم شلوغ‌تر باشه به خاطر حالا هم کارهایی که دارم و یه مقدار سعی می‌کنم فکر کنم بیشتر. ولی در این حال میگم معمولا چیزایی که یه دونه چیز خاص و معمولا نیست. اگه یه چیزی ببینم مثلا خیلی تو زمینه مهم شده و اینا، اونو نگاش می‌کنم، معمولا گوش میدم. یا فرد خاصی بس نیستش که مثلا بگیم من با این فرد مثلا الان خیلی حال می‌کنم، مثلا چیز کنم. چه بخوای نه، فعلا همچنان چیزی چون اینا مثلا به نظر من این لینک ها خیلی مثلا چیز میشه به اصطلاح چی میگن، برای خود من احساس کنم با یه آدم دو ساعت حرف میزنم کلی ایده میده، ولی بعد اون آدم یه لینک میده به یه کتاب یا به یه مقاله یا به یه فیلمی یا به یه چیزی، بعد یه های در بزرگی برای من باز میشه. یا یه آدمی مثلا میگه برو فلانی رو مثلا تو زمینه فلانی برخا این گوش بده، بعد یهو باز این باعث میشه که هی اکسپلوسیو مثلا اطلاعات زیاد بشه، خیلی حالت اکسپوننشال بشه. به همین معنی خیلی میپرسم. من بیشتر فهم میکنم، یعنی بیشتر که یه آدم خاصی چی داره میگه، بیشتر میگم اگه حرف خوبی میتونم پیدا کنم توی یه زمینه پیدا میکنم، مثلا سرچ میکنم من توی یوتیوب یا مثلا پادکستی اگر باشه تو اونجا بتونم سرچ میکنم اونو گوش میدم. یعنی مثلا میگه مثلا یه نفر مثلا چون دوستم شده مثلا میگه آره مثلا این چیز قشنگه، بدم نه چیز قشنگه، منم به این نتیجه رسیدم. یعنی یه جورایی وقتی خودم احساس کردم این نیاز وجود داره اونو نگاه کردم. حالا یه مقدار شاید به خاطر اینکه از لحاظ وقتی و اینا در مزقه بودم، ولی معمولا اینجوری بوده که یه چیزی بوده بعد رفتم اونو سرچ کردم در موردش انجام دادم. یعنی بیشترشون هم این کتابای خیلی پادکست، حالا کلا پادکست ها یا مثلا چیزای دیگه که آنلاین میشه گوش کرد خیلی بیشتره. یعنی مثلا ممکنه ربطی به تک و اینا هم نداشته باشه، ممکن یه چیزی راجع به چه مثلا کاملا بی ربطی هر چی. آره یه چیزایی که فالو کردم این بحث چیز مثلا چیزای کتاب باز و اینا رو بعدم، یعنی چیزای خوبی بوده، من فارسی هم بوده حالا چیز نگاه کردم. انگلیسی خیلی نه، انگلیسی خیلی چیز خاصی الان تو ذهنم نیست، یعنی اسپسیفیکلی که بگم فالو میکنم نه، چیزای مختلف رو نگاه میکنم، ولی هم یه چیز خاص هم لزوما نیست همشو فالو کنم. خیلی عالی بچه‌ها. من دوباره گفتم من یه لینک تری توی بایوم دارم که همه سوالایی که میکنیم، پادکست ها کجاست، نمیدونم گروه تورنتو کجاست، کجا جمع میشیم، نمیدونم توییتر، همه اینا تو اون هست تو بایو، یه لینک هست رو هم بزنیم. من حالا به محمد تقیم اونو یه سایت، یعنی دیگه سایت هنچه ممکنه لینک تری بزنیم،
میتونید تمام چیزاتون رو بزنید که بعد قشنگ توضیح بدید مثلا برای فلان کار اینجا من تماس بگیرید، برای فلان کار اینجا. تمام سوشال میدیا هاتون رو میتونید لیست کنید، سایت هاتون و پروژه هاتون رو، و توی بایو اینستاگرام هم گذاشتم دیگه، از طریق اون همه رو میتونید پیدا کنید خیلی ساده. من میگم الان که هستش توی همون توییتر، توی توییتر در واقع لینکدین، ایمیلم و اینستا بیشتر الان این چیزایی که بیشتر اکتیو هستم توش. هم خیلی عالی. حالا من دعوت میکنم اون نهار سوال غربی یا مثلا به شکل یه چیزی توی کلاب هاست داریم که اونجا بحثای کم تکنیکال تر میشه و آدما میان و خیلی کژوال تر اونجا. امیدوارم باز یا شاید حالا با هم یه کار باید استارتاپ هم که قراره با هم کار کنیم. آره یه استراحت یکی خیلی اصلا این لایوا دو ساعت ما هر دفعه صحبت میکنیم همینجوری، یعنی راجع به هزار تا چیز هم صحبت، خیلی جالبه برای خود من، کلی یاد گرفتم. مرسی مرسی. من دفعه اول هم که یادت باشه صحبت کردیم اصلا آره. لایوی نبود، همینجوری دو ساعت داشتیم صحبت میکردیم. دفعه اول هم میگم ما دفعه اول اصلا لایوی چی نبود، قرار بزن دو ساعت و قرار بود نیم ساعت میتینگ باشه و دو ساعت و خورده همینجور فکر کنم هر دومون هم میپریم از این رو به اون رو یه چیزی میشه که اصلا اولش فکر میکردیم. من دوست دارم مثلا به این لایو همینه دیگه، خیلی یعنی حالا پریپریشن هست توی چیز آدم، ولی که بالاخره یه سری چیزا همین راحت تر آدم میگه دیگه. حالا بالاخره هر کس هم آدم اینجوری جاج میکنه، اگه من یه صف امرالی برم نمیتونم در مورد همه چی بگم، ولی خب بالاخره این تعریف لایو دیگه. اصلا یه سری امکان داره از این قسمتش بیشتر خوششون بیاد، هاشیا بیشتر خوششون بیاد تا متن. حالا یه سری متن تو کم مردش خوبه، تو کم هفته پیش بیشتر بحثای کلی بود، این دفعه اولش کلی تر بود. بعدن من خودم بوده مثلا لایوای مثلا میذارم راجب مثلا اینکه چجوری برنامه هفتگی درست کنیم. خب مثلا اونجا 3,000-4,000 نفر میاد، بعد خب یه لایو میذارم مثلا یه الگوریتم مثلا گنز و مثلا خودشو توضیح میدم، خب اونجا مثلا 500 نفر میاد. بنظر من بعضی وقتا اون 500 خیلی ولیوش بیشتر از اون 4,000 نفر. حالا نمیگم یعنی بالاخره هر دوش باید بشه دیگه، این که حالا یه دیگه اونو نمیخوان فالو کنن این دیگه اوکیه دیگه. Anyway، مرسی مرسی از شما که وقت گذاشتیم. فکرم یه استراحت چند ساعت تر کنیم لازم، حالا من دوباره بعدا با هم اونجا صحبت کنیم. دیگه صحبت میکنم. حالا انشاءالله بعد آره یه سری برنامه دیگه داریم که حالا بچه خواستم من فهمی کنم، ولی با هم دیگه با بسیار یا حالا چیزای دیگه یه سری آدمای دیگه هم حالا باشون صحبت بکنیم، حالا انگلیسی یا فارسی که یکم علم و اینا رو یکم حالا یکم همین احتمال زیاد همه اینا خیلی چیز خواهند بود، اما به صورت خیلی کاژوال و در واقع چیزایی باشه که یه سری در مورد زندگیشون بگن. به نظر من با خودم هم یاد میگیرم از این ماجرا قشنگه که من در مورد کاراشون بگن چی کار میکنن و اینا. بالاخره آدم چیز برای من خیلی چیز خوبی بوده و تجربه خیلی خوبی از این داشت. مرسی مرسی از شما. من داره بر بار انامی صحبت نمیگم، همه چی روی اون چیز بایو تو بایو من گذاشتم همه لینک ها، شما هم فکر کنم تو اینستاگرامتون همه رو پست میکنین و گفتن لینک توییتر و اینستا و ایمیلشون هم گفتن. مرسی مرسی از شما. هفته یکشنبه باز دوباره صحبت کنم فعلا پس. قربان شما، مرسی از همه، روزتون بخیر.